کارخانه سماور آپولون شما را به تماشای این مسابقه دعوت می نماید. کی چای می خوره؟ واقعا هیچ کی چای نمی خوره؟ چایش با سماور آپولون ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. سلام و درود خدمت شما ده تا پلیر عزیز دوست داشتنی. خوش آمدگویی بهتون میگم به نیمه نهایی بازی دوم. براتون آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم امروز بهترین بازی خودتون رو اجرا کنید تو گروه مافیا فنس، تورنمنت مافیا فنس که مدیریتش افتخار میکنه شما پلیری عزیز دوست داشتنی دارین اینجا بازی میکنین. یک نفرتون فکر کنم پرید. مایک شماره چند بود؟ مایک شماره شیش، هفت، هشت، نه مهم مایک شماره نه بود. امیدوارم که نتش وست بشه، ولی قبل از اینکه اون بیاد ما شماره که شافل شدن، نقشا شافل نشدن. بازم یه تشکر ویژه دارم از مدیریت محترم مافیا فنس که شما باعث شده شما دور هم جمع بشین و اسپانسری خوب کارخانه سماور آپولون که جوایز این تورنمنت رو در نظر گرفته. خانواده محترم یوسف زاده، برای اونا هم آرزو موفقیت میکنم. امیدوارم هر جا که هستن خوش و خرم باشن. دیگه من زیاد صحبت نمی کنم. مایی که شماره هشت نیست خانم، لطفا تصویرت هست، موبایلت برعکس کن که تصویرت کامل بشه، هم برای درگیری هم برای اینا مشکلی پیش نیاد. اگه ممنون. و محمد عزیز مایی که نه، لطفا تصویر بده. بازم پرید داوران عزیز صحبت کنن، به خاطر همین دارم طولش میدم. میگم شاید بازی بچه‌ها ثابت بشن که داوران شروع کنن، هر نقطه نظری که دارن راهنمایی داوران عزیز و دوست داشتنی که واقعا دارن زحمت میکشن توی این مدت. با تشکر ویژه دارم ازشون، چون ساعت ها میشینن واقعا روی یه نمره بالا و پایی خیلی دقت میکنن و من مطمئنم که هر کسی از شماها اومده بالا با توانایی خودشون و بازی خوب خودشون اومدن. همین باعث افتخار این تورنمنت که اجرا شده. امیدوارم که این بازی تموم بشه. بازی فینالم با امید خدا فردا شب ساعت 10 اجرا میشه. و از داوران عزیز خواهش میکنم هر صحبتی که دارن بچه ها در خدمتن، بفرمایید. سلام بچه‌ها، امیدوارم حال خوبی داشته باشین. من امشب قول میدم به تک تک کلماتی که شما استفاده میکنیم با دقت فکر کنم که بهش نمره بتونیم بدم. شما هم تلاش کنیم به تک تک کلماتی که استفاده میکنیم قبلش فکر کنیم به کلمات درستی و با لحن درستی بیان کنیم. فکر کنم این بازی قشنگی باشه. زیادم وقتتون نمیگیرم بریم توی بازی. فقط خواهشم به دوست و رفیقاتون در مورد نقشتون تا پایان بازی هیچ چیزی نگیم. ممنونم. چون الان میدونم که خیلی ها بچه ها میدونن که الان شما تو نیمه نهایی تورنمنتی بازی دارید. پس خواهشم یک ساعت دو ساعت هم
دووم بیاریم بعدش آمادش صحبت کنیم با هم. متشکرم حسین جان. عرفان عزیز بفرمایید. متشکرم، درود بر روح پاک آریاییتون. خیلی خوشحالم توی تورنمنتی داوری میکنم که شما پلیرهای عزیز توش هستید. مفتخرم آقای الیاسی خانم دنی شریعت من قبل تورنمنت نمیشناختم. خوش آمد میگم که تا این مرحله اومدیم، تبریک میگم. تا اینجا اومدین قطعا سناریوی خوبی داشتین دیگه. امشب دیگه شب خوب و بدتونه دیگه. امیدوارم شب خوبتون باشه. پنجتاتون فینال میبینم. امیدوارم تک تکتون تو فینال باشید. با ساید شهروندی خوب فکت بیارید، با ساید مافیایی هم سناریوی خوب داشته باشید. آخر بازی میبینم. متشکرم از حسین تاپی عزیز و عرفان نانبر عزیز دوست داشتنی که از صحبت شیرین اینا استفاده کردیم و واقعا هر صحبتشون برای من یک تجربه کامله. امیدوارم برای شما هم باشه. و بازم مایی که شماره 9 محمد عزیز، من تصویرتو ندارم، اگه تصویر بدی من اطمینان پیدا کنم. مشکلی نیست که من شب کنم نقشه رو بدم. مایی که شماره یک بار تصویر بده محمد شهری عزیز که نرم فاز شب یه هم مشکلی برام پیش بیاد. پس خواهش میکنم تصویر باز باشه هنوز. تمام نگم تصویر نبند. مایک شماره 9. شما تصویرش داری؟ امیدوارم مشکل ساز نشه برامون تو حین بازی، چون تا وقتی که اطمینان پیدا نکنم همین الان هم دوباره برم فاز شب طول بکشه و اینا یکم بازی. محمد جان یه بار تصویرتو باز و بسته کن ببینم، از این نت خرابه. الان داری تصویرمو باز و بسته کردی؟ تصویرتو نداری متاسفانه. منم تصویرش ندارم. الان تصویرت اومد. نه نتت ضعیفه، نت شما ضعیفه. امیدوارم که الان خوب شد. ما که ابوالفرز یه تصویر بده که بفهمم تمام تصویر داری، فاز شب اعلام کنم. متشکرم بچه ها، تصویر همتون رو دارم. 10 تا تصویر بسته که برم برای دادن نقش ها. 10 تا تصویر عزیز دوست داشتنی بسته، هیچ تصویری باز نباشه. شیاری عزیز، کرواتی عزیز، تصویر بسته با اعلان من. 3 2 1 نقش ها شافل شده. پس با اعلام من 3 2 1 روز میشه. معارفه را در حد 45 ثانیه صحبتتون تموم بشه میگیرم، بعد میکنم از مایک 1 به طرف مایک 10. بفرمایید. سلام بچه ها، خیلی خوشحالم با همتون بازی میکنم. امیر شیری هستم، معروف کرواتی که بهراد داستانشو میدونه. خیلی خوشحالم بچه توی این مرحله تو جمعتون هستم و دارم باهاتون بازی میکنم، از همه تون یاد میگیرم. ببین یه حسی به من قبل بازی گفته مثلا تو 2-3 مافیا هستش، یه حسی هم گفته توی 5-6 مافیا هست. فردا اگه تو 2-3 یا 5-6 مثلا مافیا پیدا نکنم، سایدم رو برعکس میکنم میرم تو 4-7-8-9-10 و دنبالش نمیگردم. 10 امیدوارم توی این بازی شهرم باشه. پس امروز صحبتتون رو گوش میدم، فردا یا تو همین 2-3-5-8-5-6 دنبال مافیا میگردم یا سایدم رو عوض میکنم. از خوب صحبت کنم. 2 نفر پریدن، 2 نفر با هم. پس منتظر میمونیم که این 2 نفر برگردن. فرمایی که 2:45 ثانیه بفرمایید. عرض ادب رفقا، خیلی خوشحالم که با هم مافیا بازی میکنیم. امیدوارم که بازی خیلی خوبی داشته باشیم. معارفه کرواتی تو بازی نمیشه گفت از دید من مافیاست، نه میتونم بگم شهروندی تو بازی. فردا صحبتش بیشتر گوش میکنم، واسه من فردا برندش مشخص میشه تو بازی. خودم شهروندم تو بازی، این قول بهتون میدم. این بازی تمام تلاشم رو میکنم تو بازی، صدم رو میذارم که مافیا برنده بازی نشن تو بازی. سعی کنید بچه های شهروند تارگت مفت نزنید تو بازی، ذهنیت بچه ها رو خراب نکنید. شهروند بازی آمبول هم نمیذارم بکنید کسی تو بازی، کسی رو یعنی بفهمون شهرونده میان وسط فقط جیغ میکشن. اینم بهتون بگم.
به نظرم محسن شماره 7 مافیاست. از اول تصویر فقط به تو نیا کردم محسن ریختی به نظر. تو مافیایی. نیکس. مایک شماره 3. حوریا جان بفرمایید. سلام دوستان، حوریام، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم بازی جذابی بشه. مرسی از حاج نبی و داورا دستن در کارم. بریم سراغ بازی. به نظر من کراواتی شماره 1 مشکوکه. آقای کراواتی رو سیت شماره 1 شما باید تارگتی بزنی که بتونی تو بازی چیزی ازش در بیاری. یه 4 تا عدد رندوم پرت کردی وسط دک، بعد گفتی حالا فردا میبینم، اگه نبود سایدم رو عوض میکنم. یعنی تو قرار بوده مثلا روز 1 ساید بگیری، باید تا آخر روز 1 ساید بگیری، بعد نبینی بری ساید. یعنی کلمه سایدت هم به نظرم خیلی مشکوک بود. علاوه بر این تو بستی قبل بازی رو 2, 3, 4 و 5 تا، یعنی کارتی که دیدی هیچ تصمیم، یعنی هیچ تغییر تو تصمیم گیرید نداشت. به نظر من کراواتی مشکوکه. فعلا چیزی از الیاسی نگرفتم. آقای بهراد، خوشحالی تو دکلان نشستی؟ راضی هستی؟ چون گفتی دوست دارم ما... سلام رفقا، سعیدم. پیش میکنم با تو مافیا بازی میکنم. امیدوارم بهترین خودتون باشین داخل فرق. ای کراواتی، تو تارگت گذاشتی بین 2, 3, 5, 6. نمیخوام بهت فشار بیارم، بود فشار فکتی هم نمیذارم، ولی این مدل تارگتی که زدی در خوشبینانه ترین حالت ممکن یه شهروند درگیر خودت کردی معرفی. این مدل تارگت زدن خیلی عجیبه، ولی باز فردا صحبتاتو گوش میدم، نمیخوام بهت فشار بذارم. آقای الیاسی، شماره 2، ترنت گفتی قرار نیست شهروندی رو آنبول کنی. تارگت تک زدی به 7، گفتی از اول رو تو زوم بودم. اگر زوم بودی اکتش مثلا مافیایی بود، بنا به ذهنیت خودت قرار بود کسی رو آنبول نکنی داخل روز معارفه. وای میسادی صحبت میکرد، باگ میداد، فک میداد، فراس رو گردنش میگرفت داخل بازی. تو هم تارگتت خیلی مشکوک بود به نظرم. خیلی هم دور تارگت زدی، به 7 تارگت زدی. به نظرم توی کدوم مافیا نشست. سکوت میکنم و عشق در دلم جاری است که این شگفت‌ترین نوع خویشتنداری است. سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوشحالم دارم هم جمعین بچه ها. ببین امیر سعید، به نظر من خورده بی خودی داری از الیاسی میگیری، چون کسی آنبول نکرد که یه تارگت زد. تو به نظر من این حرفت اضافه بود. کراواتی، کاری که تو کردی دقیقا تارگت نزدن بود دیگه داداش. تو چه فرقی داره آدم وقتی 8 تا تارگت بزنه انگار تارگت نزده؟ بعد چرا 10 نه؟ ذهن یه مافیا همیشه روز یک ماهی که 10 دوست داره که با خودش همسو کنه. اینم به نظر من حرکت مشکوکی بود. فردا ازت برایند خوبی میخوام، چون تو حرفی زدی که از توش هیچ برایندی نمیشه در آورد. تو پس باید با حرفی که زدی برایند قابل قبول بدی، در غیر این صورت مشکوک بازی هستی. فعلا چیز خاصی ندارم، همینه. به شرخ روند مایک 6 عبور فرز. اینه که آری باخت بود سر تا سر طول اون دستی که به گیسوی تو بردم. سلام رفقا، عبور فرزم، خیلی عشق تو جمعتونم، بعد الان از همه تون بازی یاد میگیرم. آقا یعنی چی؟ یک تا دو تا چهار یک و هیچی ندارید ولی صحبت میکنید دربارش. خب پلی رو یا مافیا رو یا ندارید دیگه. وقتی ندارید چرا اصلا تحلیلش کنید؟ مثلا شما رو دو وقتی نمیدونی یکی چیه شهروند یا مافیا، چرا اصلا اسم پلی رو تو بازی میارید؟ من خیلی مشکوک دارم. 3 خانم هوریا رو قطعی تو بازی مافیا دارم. ببین خانم، یکی یه چیزی گفته مشکوکه، اوکی. یک ساعت تحلیل نداره که دربارش اینقدر تحلیل میکنی پلی رو. نهایت درد به نظر منم مشکوکه. حرف شماره 5 خیلی درست بود درباره شماره 1. آقا وقتی یه پلیر میخواد سناریو بشینه درباره یه نفر، دو نفر، نهایت 3 نفر میشینه. مگه میشه یه نفر برای 8 نفر ترب بذاره تو بازی؟ این درباره 1، ولی 3 رو من قطعی معافی. ببین خانم، شما رو حقیقت حسی گرفتم. مایک 7 معرفه، برو 45 ثانیه. درود رفقا، سلام، خیلی خوشحالم با تو بازی میکنم. امیدوارم که با هر سایدی هستیم بهترین تو بشه. شهروند قبل خودم واقعیتش ندارم، همشون برام مشکوک بودن. سعید باید میذاشتی من صحبت کنم راجع به الیاسی. خود الیاسی یه دیالوگ مشکوک گفتی. چرا گفتی که صدمو میذارم نمیذارم مافیا بازی رو ببره؟ چرا نگفتی
صدامو میذارم شهفن بازی رو ببره. این دیالوگت برام خیلی مشکوکه. خود بهراد دیسلایکی به حوریه میده مشکوکه. نمیدونم، خیلی خوب نبود معارفه به نظر من. متشکرم. تارگت بذارم مکه 8 برو. آقا سلام، من اسمم دنیزه، ایشالله که بازی خوبی داشته باشیم. نتم مثل این که درست شد، ببخشید بابت مشکل نتم. ببین آقای شماره یکی از نظر من مشکوکه، میگه بین 3-4 نفر میگردم دنبال مافیا، اگه نبود میگردم بین 3-4 نفر بقیه دنبال مافیا. تو یعنی ترپ نریختی؟ خب هممون اینجا نشستیم که بگردیم دنبال مافیا، تو رو هیچکی ترپی نریختی. تو به نظر من مشکوکی. من آقای الیاسی حرفاشو نشنیدم، ولی با توجه به حرفای بقیه فهمیدم که گفته من نمیخوام شهروند آمبول کنم، ولی قطعی هفت مافیاست. این نمیخوای آمبول کنی، نباید اکتی و فیلینگی حرف نزده به کسی بگی قطعی مافیا. تو هم از نظر من مشکوک بودی. این آقای شماره هفته بازی میگه سعید باید صبر میکردیم، از صحبت چه ربطی داره؟ تو هم میتونی مافیا باشی، اونم میتونه مافیا باشی. این فکت شماره 2 رو آورده، یعنی مفترین تارگت ها رو با مفترین فکتا تو زدی آقای شماره هفت به نظرم. و اون اکت لایک و دیسلایکی که از آقای بهراد گرفتی خورده ایک گرفت، تو هم به نظر من خیلی مشکوک بودی. متشکرم. مایک 9 بفرمایید. سلام رفقا، من اسمم محمد امیره، خوشحالم که با هم مفته باز میکنیم. مرسی از حسین تاپی از بابا کرده. خیلی نتا بده امروز، نمیدونم، منم اصلا تصویرتون خیلی ندارم. خانم شماره 8 خیلی ذهنت آشفته است به نظرم. اگه شهروندی که ذهنت رو جمع جور کن، چون محسن حق به نظرم شهروند اومد، چون آقای امیر سعید علکی دخالت کرد. خود محسن باید میفهمید که شماره 2 آمبولش کرده یا نکرده. این مسئولیتش با خود محسن بود، اون زود دخالت کرد. و 6 هم خیلی ناراحت و عصبانی بوده. یه مش تارگت مف خورده شماره 1 که چرا اظهار نظر کردن اونش، بعد تو فقط 3 رو تک مافیا داری، برام مشکوک بودی شما دو تا معارفه. فعلا حالا به چرخه، حالا من خیلی حساس شوری یکو اصلا نشینم چی گفت. فعلا نکس درود به همه دوستان، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم، باعث افتخارم خانی بالا قلبتون. ببین من به نظرم یک میتونه شهروند باشه. چرا؟ چون این فکر کن شیاد ناتوه، میخواد یکو پوش کنه دیگه. این به نظرم با این همه تارگتی که زد نمیتونه فردا کسی رو پوش بکنه. گادفادر هم که نمیتونه باشه 7-8 نفر رو تارگت کرده. حداقل به نظر من برای خودش امروز فکت شهروندی تولید کرده آقای کراباتی، حالا خواسته یا ناخواسته. حرفی که حوریا حرف عجیب زد، یه اشتباه. این یکه نگفت 3-4-5، گفت 3-4، گفت 2-3-5-6. اصلا به 4 هیچی نگفت تو دور اول، پس تو اونو که اشتباه گفتی به نظرم. ببین دوست نداشتم معرفت و مهی، تو نمیتونستی بدون اینکه اعلام نظر بکنی راجب حوریا ابوالفضل به دیسلایک بهراد گیر بدی. خب تو که راجب حوریا نظری نداشتی، راجب ابوالفضل چه جوری؟ نو هم من مشکوک دارم، چه جوری شهروند گرفتی؟ متشکرم. 45 ثانیه معرفت بچه‌ها رو شنیدیم، تصویر بسته که بریم سماور آپولون شما را به تماشای ادامه این مسابقه دعوت می نماید. بله من 3-2-1 روز می شو شهر بیدار. میکه شماره 6 سر صحبت از مایک 1
به طرف مایک 10 45 30 بفرمایید. خانم هوریا قبل من صحبت کنم. روسیت شماره 11 برایان نداره. خانم هوریا قبل من صحبت کنم، تاتسیت هانیبال هیچ لایک و دیسلایکی ندادی. همین که هانیبال منو تارگت کرد تازه فهمیدی باید لایک و دیسلایک بدی. روسیت شماره 1 تو که مافیایی، الان چالش دادی به من، میگی اول تو صحبت کن. آقای ابوالفضل میگه بین 2 تا 4 تو بازی همشون آروم زدن به شماره 1 تو بازی. تنها کسی که محکم زده بود من بودم. 1 تو دروغ وارد بازی کردی، چون گفتی به الیاسی تارگت میزنم، چون شماره 1 رو هیچی نداشته راجبه صحبت کرد. تو یه قطی مافیا داری شماره 3، خودت هم 1 رو هیچی نداشتی، یعنی مافیای فورس نداشتی، پس نمیتونستی به الیاسی تارگت بزنی. شیشه که مافیاست. متشکرم. والا مگه بده به تو چالش دادم فکتای یارام بیاری موزتو نذاشتم بره پایین؟ دست اونم بالا بوده، تو اونم مافیا داری، چجوری میتونی من بگی مافیا داری اونارو میکوبی؟ میتونستم به یارم چالش بدم تو رو گردن بگیره، برای چی به تو چالش بدم از زیر بار تارگت در بیه؟ فکتی که هانی بار روز مارف فاورز خیلی برای تو درست بود. من گفتم 2 3 5 6 اصلا اسم 4 رو نیاوردم. حالا تو اون تیم دوم مافیایی که چیدم گفتم 4 6 7 8 9 اینا رو گفتم من. ببین آقای سعید، من با نقش شهروندی خیلی کار قشنگی کردم. ذهن یک شهروند و حداقل مگه نمیگی شهروند رو درگیر خودم کردم؟ خب این فکت شهروندیه واسه من. باز اگه مافیا هم باشم من خودکشی کردم با این حرکت، چون فکر کنم برای یارام ظلم کردم تو این بازی. پس بعد تو این بازی من میگفتی قطعی شهروند، اصلا نباید ذهنتو درگیر من میکردی تو معارف من بگی مشکوک بازی. چون امروز یار من خیلی کار سخت دارم بخونم. چالش میدم به شماره 9، بعد من صحبت کن، چالش حتما به این برگردم. خب کرواتی حرف میزنی که واسه من مشکوک تو بازی، مگه میدونی که هوری سر صحبت میخواد بیا پس تارگت بزنه که من تا چالش دادم که یارم بزنی؟ اصلا کار ندارم به این حرفا. خانم دنیز حرفا رو گوش نکردی تو بازی، گوش کن تو بازی. من نگفتم نمیخوام به شهروند بزنم تارگت کنم که آمبول کنم، گفتم نمیذارم مافیا به شهروند آمبول کنن تو بازی. آقای سعید هنوز روز معارفه است، خودت داره میگی اگه خب اگه مافیا باشه چیکار کنی تو بازی؟ به نظرت اون جنسی که من تارگت زدم تارگت آمبول شده بده تو بازی خورده من گرفتی؟ آقای ابوالفضل شروع بازیش تو این بازی بوده که بهرات میتونه شهروند باشه، از قضا بهرات گفته 1 و فردا برندش گوش میکنم. من گفتم فردا 1 برندش گوش میکنم تو بازی. چطور ممکنه تو بازی بگی الیاسی مشکوک که 1 برای 1 گفته فردا برندش گوش میکنه تو؟ آقا گوش بده، شماره 1 که خیلی امروز مشکوک بودی از دلم، به شماره 3 میگی من حالشم دارم یارم گردنت بگیره. خب یارت که باید بعد از اون باشه، پس معارفه صحبت کردی نمیتونی دوباره چالش بگی 3 رو شارژ کنه. میگه خیلی به نظرم تو 1 و 10 تو مافیا قطع به یقین شماره 10 میگه من معارفه دوست نشم. اولا تو کدوم پلیری 30 ثانیه معارفه شو 2/3 معارفه شو میذاری که بگی 1 شهروند؟ آیا 1 شهروند یا مافیا الان چی فهمیدیم مثلا 30 ثانیه رو پر کردی که 1 شهرونده؟ بعد اومدی منو تارگت کردی، منو دوست. چالش رو میدم به ماهی، بعد من صحبت میکنه. تو نیمه نهایی تورنمنت نشستیم، آقای هانیبال و شماره گیر دادن که من گفتم شماره 1 بین 2 و 3 و 4 و 5 مافیا میخواسته پیدا کنه، که گرچه من درست گفته بودم، گفتم بین 2 و 3 بین 5 و 6، فرداشم میخواستی بین 4 و بقیه دک بخوای پیدا کنی. اتفاقا دیالوگم هم درست بود آقای هانیبال. یعنی تو نیمه نهایی نشستی، سیت 10 نشستی، یه برایان داری 1 شهروند، یه برایان داری خوریا شماره ها رو جابجا کرده. یعنی هیچ تحلیلی رو سیت شماره 10 تو بازی ارائه نکردی. باز میگم این آقای امولفز قطعی مافیاست تو این بازی. باز میگه که من خودم قطعی مافیام شماره 3، بعد آخر جملهش میگه من اکتی گرفتم. خب تو که اکتی گرفتی بیان کن چرا میترسی میگی اکتی گرفتم؟ چرا فکت وارد بازی میکنی؟ پس من فکتی نداشتم دیگه، خودت تهش اعتراف کردی اکتی گرفتی، فقط تارگت زدی موزه من شهروند رو تو این دک بیاری پایین. یه این بچه ها هانیبال معارفه من رو دوست نداشته. معارفه من چی بوده؟ به 1 که تارگت نزد اصلا رواجه بهش صحبت نکردم. هانیبال 1 و شهرپکت شهروندی برای 1 آورده، 3 رو مافیا داشته، هانیبال برش فکت مافیایی آورده. من چیکار کردم؟ گفتم بهراد دیسلایکی که تارگت ابوالفضل به هوریه دیسلایک داد برای مشکوکه، یعنی چرا به اون مافیا، یعنی من گفتم بهراد چرا به مافیای هانیبال دیسلایک داده، یعنی شهروندش کرده. چجوری من براینده من دوست نداشتی بود معارفه ها؟ معارفه منو چرا دوست نداشتی؟ من که کار
نیوال صحبت کنیم. ببین من دیروز سه تا تارگت زدم، هر سه تاشون که امروز شالش میخواستن سر دست. خانم اوریا من که تحلیل وارد بازی کردم، علت تارگتم به موهی رو گفتم، گفتم تو نمیتونی راجع به 3 و 6 نظر نداشته باشی، به دیسلایک بهراد گیر بدی. حرفم هم درسته همچنان، اصلا این ربطی نداره که هوریا رو من مافیا دارم یا مافیا ندارم. نو میگی تو 30 ثانیه وقتی تو گذاشتی گفتی یک شهرونده، خب تو هم گفتی این هفته شهرونده. چرا شهروند بود داداش؟ الان چالش گرفتی چرا نگفتی این هفته؟ من 30 ثانیه وقتی گرانبهامو گذاشتم دلیل آورد. ببین شریعت مشکوکی روز معارفه به من میگه خودم رو وارد یه چیزی کردم. معارفه مگه دخالت داره؟ فکت دخالت تو روز یکی که سایت باز میشه، سایت بندی دید ایجاد میشه، تو روز معارفه که فکت دخالت نداریم. هر کس باید تحلیلی که میبینه تو ذهنش میاد و بیان کنه دیگه، اینجوری که سایدی میشه روز معارفه. این برای تو، ولی بازم انقدر موافقم چون خودم تارگت نخورده بودم تا خود ترن خودت موهی فقط به من یه خورده گرفت اومدی به من سیف زدی، انقدر موافق ندارم. یعنی به نظرم تارگت جدید خلق کردی، خیلی مافیا دارم. ببین الیاسی رو من بین یک و دو من مافیا در میارم امروز. آیه شماره یک، من نگفتم تو یه شهروند رو درگیر کردی، گفتم حداقل اگه تو این دوتا بینی که چیدی اگه سه تا مافیا هم گذاشته باشی حداقل یه دونه شهروند رو درگیر کردی. یعنی تو الان قبول کردی تو اون بینات سه تا دونه مافیا بوده، که الانم که سایداشون هیچ چیزی بعید میدونم داخلشون سه تا دونه مافیا بوده باشه داخل این بینایی که چیده بودی. آیه الیاسی امروز روی صحبتت نسبت به یک عده داخل جریان بازی توضیح موضع شهروندی نداری داخل بازی. خودش میدونم خانم شماره 8 لطفاً بهم برگرد. ببین من بازی رو دارم برای خودم یه ذره ساده میکنم، یعنی میخوام بگم 2 3 9 فعلا میخوام بذارمشون شهروند، تارگتشون 6 اگر باشه امروز من با این 3 نفر رای میدم، چون 6 تو معارفه برای من تیک مافیایی خورد دیگه، فکتش رو بردن تکرار نمیکنم. با آقای 9 موافقم که بین 1 و 10 باید مافیا باشه، ولی الان 10 داره اصرار میکنه بین خودش و 7 مافیاست. ببین آقای شماره 10، تو برای تارگت زدن به مایی که شماره 9 کارت مافیایی 7 تو ذهنت پله کردی، دلیلی نداشت به 9 تارگت بزنید، فکت تو برای 7 آوردی دیگه. 9 فقط چون گفته 7 شهرونده تو معارفه بهش گفتی مافیا. من فعلا یه تیم شهروندی 4 نفره چیدم، اگر صحبت های خانم 8 هم امروز دوست داشته باشم تو معارفه از ایشون هم شهروندی گرفتم. یعنی میتونیم من صحبت کنم، فکر نمی کنم منو بذاری شهران، چون من میخوام به این 9 تارگت بزنم. روز معارفه آقای شماره 9 به من گفته ذهنت آشفته بود. چرا؟ چون من 7 رو شهروند دارم. حالا فکت شهروندی 7 چیه؟ چون 4 دخالت کرده. تو فکت مافیایی بر 4 آوردی، فکت شهروندی برای شماره 7 بازی نیوردی، گفتی 4 چون دخالت کرده پس 7 شهرونده. بعد فرداش یه چالش گرفتی میگی شماره 10 بازی 30 ثانیه اختصاص دادی به شماره 1، شماره 1 چیه؟ شهروند مافیا. خب اون 30 ثانیهش گفت یکی شهرونده دیگه. نو از نظر من خیلی مشکوکه. سوالش رو برمیگردونی کس را؟ خب برنمیگردونی که شماره 1 صحبت کن. ببین آقای الیاسی به نظرت مثلا من به 3 مسئله صحبت چالش میدم، میخواد 1 و 2 رو بکوبه، معلومه میخواد بعد از خودمون رو بزنه دیگه، بعد از خود منم یارم نشسته دیگه، درسته؟ قراره یار منو تارگت بکنه. من به این چالش دادم، موزش رو آوردم بالا، کار بدی کردم که من خورده میگیری از براینده موزه من بعد تو من؟ آره؟ آقای بهراد با تیم شهروندی اصلا حال نمی کنم، چیکار کنیم الان؟ تیم شهروندی تو اصلا دوست نداشتم، چون یه دونوی رو گوشی تو شال سر کاری ندارم، سر من خودم بهش چالش دادم، موزش نیاد تو این بازی پایین، هر روزه یک بهش چالش دادم. یعنی بچه ها 3 رو من خیلی مافیا دارم، نمیدونم چرا تارگت نمیخوره. این یکم فکرم الان میخواد تارگتش کنه، اینم باز الان ایگنورش داره میکنه تو بازی. الان خانم شماره 3 کسرا تو نیمه نهایی داره اینجوری بازی میکنه، شهرونده که اینجوری میزنه یا مافیاست که اینجوری داره بد تارگت میزنه؟ و مافیا که باشه تو هر ساعتی تارگت های نامعقول میزنه وقتی توی شهرونده تارگت میکنه بدون فکت. چه ربطی داره که چون نیمه نهایی با این فکت داری تارگتش میکنی خانم شماره 3؟ بعد چه ربطی داره من معارفه؟ من که معارفه نگفتم 2 و 4 قطعی مافیان، گفتم آقا اعلام موزه کنید یکو مافیا دارید یا شهروند، همین. تو هم فکتم برات این بود که چرا اینقدر زیاد صحبت کردی درباره سر صحبت تو بازی.
اما این سه رو خیلی مافیا دارم، یعنی احتمال زیاد از تهمه ها چالش دوباره بگیره سوال کنه، احتمال زیاد من این سه رو گردم بگیرم. بعد شما رو دعای الیاسی من معارفه نگفتم به ایراد شهروندا، گفتم فکتش درست بوده برای چالش. توریه نمیخوای قبل من صحبت کنم؟ آقای شماره 6 تو که پرواز میکنی بازی رو از اون، من میدونی کیا گذروندن؟ این یکی که دیروز خودت تو گفتی فکت بهراد راجبش درسته، این شماره 4 که گفته بین 1 و 2، این شماره 5 که این هانیبالی که سر صحبت چالش گرفتم براش فکت آوردم داره سایدشو با یه جای دیگه میگیره، این شماره 9 هم به من تارگت نزدن. خب پاش از اون اونایی که بازی رو از رو من گذروندن پاشو تارگت بزن، خودت چوری دیگه میکنمت امروز بیرون، از همون هانیبال که تارگتش کردم چالش میگیرم میکنمت امروز از بازی بیرون. من تو کتم نمیره هانیبال روز معارفه یه تارگت الکی به من بزنه، تو ذهنیت من اصلا باش یکی بوده، مافیاش شماره 3 بوده. من به بهراد گفتم شیش هواپس که داره به 3 تارگت میزنه تو چرا دیسلایک داری؟ خودش به بهراد تارگت نمیزنه ولی ذهنش ساید بندیه که چرا چون منو مافیا داره نوحه چرا به من گفته شهروند به نوحه تارگت میذاره. خب یه نفر مافیا تو دیسلایک داده به مافیایش، تو چرا تارگتش نکردی آیه بهرادو؟ تو چرا تارگتش نکردی؟ بهراد دیروز هانیبال فکتی که به من تارگت زده لایک داده، این بود به من تارگت نزدی بهراد، رفتی دوباره خودت 10 تا تارگت میکنی. خب بس بین 5 و 10 که قطعی مافیا هست، بین 5 و 10 قطع. ببین داری موهی، من خودم میگم بین من و کی مافیا هست تو این بازی، تو نمیتونی منو وارد سایدی بکنی، بین من و 6 تو این بازی مافیا هست. ببین داری شماره 6 یه نفر داره ادعا میکنه موضعی که به شماره 3 داده یعنی شهروندش داره، خودش هم از دید خودش شهروند، موزه دادن به شماره 3 بیرون دادن تو از بازیه، تو برای همیشه 2-3 رو تارگت میکنی، 2-3 رو من گذاشتم تو تیم شهروندی، من چیم تو این بازی که به 2 میگی به من نگفتی شهروند؟ تو اصلا هیچی وارد بازی نتونستی بکنی، از نظر من تو که مافیایی. من همچنان 2-3-9 فعلا گرفتم شهروند خانم شماره 8. من صحبت کنم این تارگتی که 5 به 6 داد و 6 باید به 5 میزد، یعنی ابوالفضل تو باید زودتر وقتی سر رو مافیا داری، مثل من که نوها رو مافیا دارم اومدم گفتم نمیخوام منو بذاری تو تیم شهروندی، من بین شهروندای تو مافیا دارم، تو هم باید این خورده رو بین شماره 5 میگرفتی. اگه بین شما قرار به کسی من رأی بدم به خودت رأی میدم، با فرض اینکه من اصلا شهروند شماره 5 و شهروند ندارم. آقای شماره 7 بازی تو نباید ذهنت به این نوه معتمد باشه. فکت شهروندی که برات تو آورده این بوده که چون سعید مافیاست، مثلا نمیتونی الان ایگنورش کنی. من نمیفهمم چرا این شماره 9 رو ایگنور کنی. آقای شماره 9 بازی تو روز معارف اصلا برام فکت داشتی، چرا به من تارگت رو نزدی؟ گفتی شهروند ذهنتو جمع جور کن، وقتی من برات تو فکت داشتم باید به من تارگت رو میزدی. این نوه باید بیشتر از این تارگت بخوره. چالش هم برای شماره 2 صحبت. این آقای ابوالفضل تو ترنش فهمیده تو بازی هنوز همین 3 تو بازی مافیات، دو هم با من دیالوگ کردی تو بازی، نباید دیالوگ میکردی تو بازی. من معارفه مشکوک بودی واسم که فکتش آوردم همین روزت مافیا بود به نظر من، چون که من بس اساس بازی تو معارفه مافیای تو بوده تو بازی، هر یک به تو چالش کرد دو دستی فتلایت دادم تو بازی، بازم به تو تارگت دادم تو بازی. شهروندی همین سعید از کارت تو داره به من تارگت میزنه، به کی گفتم من به کی کی توضیح دادم آقای سعید تو بازی؟ کی منو مافیا داره الان تو بازی؟ کی مافیا داره بالا دستش بیاد بالا؟ کی با من سایت میگیره تو بازی؟ چقدر عصبانی خانم شماره 8. میشه به ما تارگت ندن؟ من به نظرم شما شهروندی ولی همه ی استدلالات اشتباهه. من اصلا نگفتم چون چهار مافیا شماره 7 شهرونده، همینجوری به نظرم شهروند ما معرفه، حالا شاید اصلا مافیا باشه، اصلا اونجوری کاورش نکردم که. به نظرم شما هم شهروندی، آقا بین 1 و 4 قطع به یقین مافیا، من فقط به 1 و 4 رأی میدم
شماره 4 فهمیده من شهروندم دیگه، گفته دور تو یک، یعنی فقط تارگت های معارفت رو زدی، بعد خود دیگه چیزی داش نکردی، خود یک دوره تو رو ایگنور کرده، سه رو شهروند رو به 6 تاگ نمیدن. به نظرم یکیش مافیا باشه تو رو میتونم بگم شهروندی. پس یه رأی میدم امروز به یک، یه رأی میدم به شماره 4 که قطعی بین شما مافیاست. خارج از سایت رفتنی های شریعت، تو مطمئنم توی تو 6-8 مافیا نشسته تعداد بالا. چرا؟ ببین تو پوزیشنی هستی که بهراد تو رو آورده تو تیم شهروندیت، بهراد به خاطر اینکه تو رو آورده تو تیم شهروندیت از 8 تارگت خورده، ولی خودش به 8 دیگه تو شهروندی تارگت نزده، داره 6 رو تارگت میکنه. 6 خودش اظهار نظر مستقل راجع به تو نداره، چون به کسی که تو رو نذاشته تو تیم شهروندیش به اون تارگت نزده، داره از 8 هم که چیزیش نداشته تارگت میخوره. چجوری میتونی راجع به 6 با 5 نظر ندی، با 8 دیالوگ کنی، ساید تو 1 و 4 ببندی؟ اصلا نمیتونی همچین کاری کنی داخل بازی. آیه 9 به نظرم داخل این بازی مافیا. ببینیم بچه ها، موهی که مافیاه. چرا؟ چون موهی امروز گفته توی پنجاده، موهی امروز رو اصلا ندیده تو بازی، میگه تو دیروز توی معارفه این 5 دیسلایک داده، چرا تارگتش نکردی؟ خب دوبلی امروز مافیای موهی، چون بازم تارگتش نکردم. موهی از امروز بازی بچه ها هیچی متوجه نشده. اینو اشتباه میگم، اگه به نظرتون اشتباه میگم دیسلایک بدین، چون موهی امروز روز یک و هوب بوده براش. خب این سعید و موهی و نو دیروز با هم یه جدلی داشتن، امروز های شماره نو، این سعیده به موهی تو تارگت نزده، چرا توی یک و چهار مافیاه؟ این چهاره که دنبال مافیا توی یک و دو بوده، تو چجوری توی این سه و شیشه نظر ندادی داداش؟ من به نظرم موهی که قطعی مافیاه، چون موهی هیچی نداشته امروز توی بازی، یارم داره، یعنی این نوعه میتونه، نه دیسلایک نداره، دارم پوشت میکنم، باید تموم شده، دارم پوشت میکنم برم. متشکرم بچه ها، عکس نباشه از این به بعد. یه رأی امتحانی برای گاد بازی میگیرم، بعد از اون رأی گیری آغاز میکنم. رأی برای گاد بازی 1001-1002 فریز. من تأخیری رو نمیبینم، پس نت همتون عالی شده، امیدوارم زمان رأی گیری هم همینجوری دستاتون بیاد بالا. رأی گیری برای مایک شماره 1001-1002 فریز، 4 رأی مایک شماره 1 دفاع. رأی گیری برای مایک شماره 2001-1002 فریز، 1 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 3001-1002 فریز، 4 رأی. مایک شماره 3 هم دفاع. رأی گیری برای مایک شماره 4001-1002 فریز، 1 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 5001-1002 فریز، بینگو. رأی گیری برای مایک شماره 6001-1002 فریز، 4 رأی. مایک شماره 6 هم دفاع. رأی گیری برای مایک شماره 7001-1002 فریز، 2 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 8001-1002 فریز، 2 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 9001-1002 فریز، 4 رأی. مایک شماره 9 هم دفاع. رأی گیری برای مایک شماره 10001-1002 فریز، بینگو. 4 نفر تو دفاعیه هستن، زمان دفاعی اونهایی هم که تو دفاعیه هستن حق لایک و دیسلایک ندارن به هم دیگه، چون دفاعیه 4 نفر اکت نبینم از بچه ها. از مایک 1، 3، 6 و 9 هر کدوم 45 ثانیه دفاعیه. بفرمایید. ببین ساید، رای گیری من با 9 که کاملا مخالف بوده، 2، 3، 5، 9 به من رای دادن، 1، 4، 8، 10 به 9 رای دادیم، درسته؟ پس ساید رای گیری من و 9 مخالف بوده. آیا بهراد الان تو داری تو اون ساید بازی میکنی؟ یعنی تو کسی هستی که داری تو ساید 2، 3، 9 بازی میکنی، تو ساید 1، 4، 10، 8 بازی نمیکنی، در صورتی که 8 تو شهروند داری، 9 هم شهروند داری، به فکتوری که هانیبال داره میاره واسه 9 تو داری دیسلایک میدی. پس چرا مستقلا تو این بازی هانیبال گردن نگرفتی تو؟ چون یه نظر تو با هانیبال کاملا مخالفه. هانیبال به من معارفه گفته شهروند، امروزم به من تارگت نمیزنه، داره توی ساید دیگه می جنگه، من با 4 رأی اومدم بالا، همین 4 نفر جرئت نکردن به هانیبال رأی بدن، همین 9
به هانیبال رأی نمیده، موهی به هانیبال رأی نده، دوه به هانیبال رأی نمیده. خانم سه تکرم داداش سعی چیکار داری میکنی تو بازی؟ بین یک و دو مافیا داری فرصم گذاشتم روی یک به یک رأی دادم، بین یک و دو برای اندت بوده مافیا داری رأی میکشی من بیام بالا؟ تمام اینایی که الان آقای بهرادی که تیم آب شهروندی چیده دوه نیومده بالا، خودش نیومده بینگو نشسته بهراد، چجوری سعی تو به من رأی دادی؟ الان من نوهرم میگم شهروند تو بازی چیا کیا بهش رأی دادن؟ یک چهار فکر کنم این شیشه هم رأی داد بهش. یک که مافیاس امروز رای میکشین زیر شماره یک، نرف بیرون رای میکشین زیر ابوالفضل شماره 6. به حساب تو هم میرسم هانیبال، با من دیالوگ کردی ترنه، چالش گرفتی، ساید گرفتی، با موهی به من رای یک میدی؟ برایم داری تو نیمه نهایی خودش خندش گرفته به من رای کشی، خودش داره میخنده تو ترنش. من که رای میدم امروز به یک رای میدم، نرف بیرون به 6 هم رای میدم. نوه رایاش بوده یک که 6 بفهمید. اینقدر سری نکنید بازیو. اینم میشه یه کلین شیت دیگه مثل کل بازیای تورنمنت. اینقدر آخه شما رو دو من که به تو تارگت نزدم هیستریک میشی میای رو گردن من. خب برای من تارگت به تو که خیلی راحت تری تارگت بک بکنم به جای که رای خش برای خودم بخرم. بچه‌ها اینجور بازی نکنید. اینقدر ذهنیتو ببین خانم شما رسه نمیدونم. من به تو تارگت زدم، خودم تارگت کش شدم، تو اصلا تارگت نخوردی ولی اومدی دفاع همچنان با من. خب به نظر من شهرمند دیگه احتمالاً میخواد تارگت اشتباهم به تو اومدم تو بازی بالا. میگم سعید داداش من نفهمیدم مگه شما رو دوم مگه سعید از کارت شهرونی من تو تارگت نمیزد؟ به من که رأی داد منو آورده بالا، خودت دو رو مطمئن بودی مافیاس، گفتی دو رفتنیه، رأی دادی به دو رأی ندادی، رأی دادی من اومدم بالا، بعد به سه رأی دادی. یعنی تو پول پی او وی تو باید بین من و دو مافیا باشه عدید گاز، رأی ندادی، رأی دادی من، بعد به سه که تارگت منه هم رأی دادی. آقا این ناتو شیاد آقای بهراد و شماره 5 شما آوردی تو دفاعی ولی خودشون نیورد تو دفاعی. حالا منم به نظرم شهروند شماره 5 چون 3 رو شهروند دادم خودم. آقا من چه رو بودی دفاع این شماره 4 که کارت مافیایی داره اذیتش میکنه، خودش به من سر زاد گفته شهروند، گفته تو یک و دو مافیاست، من رأی دادم یک اومد دفاعی، خودش به من رأی داد منم آوردی دفاعی. چه جوری الان منو آوردی تو دفاعی؟ آقای خانم شماره 8 به من رأی دادی دیگه وضعیت میکنم تا یه جای خوش بلیم، فکر میکنی مافیا گرفتی؟ نه. شماره 10 من دیروز کاور کردم هفتم که کاورش میگم بچه‌ها رأی دادید، پس اگه من رأی دو بدید من فقط تو رأی دوام وضعیت میکنم. به من رأی دو ندید منو با 4 بیارید تو پاسپورتی بکنم ایش بیرون چون 4 رو گرفت. متشکرم بچه‌ها. دفاعی 4 دوست عزیز رو شنیدین، میخوام رأی خروج بگیرم. رأی خروج برای میک شماره 1 1001 1002 فریز 3 رأی تأخیری بود. رأی خروج برای مایک شماره 3 1001 1002 فریز 1 رأی. رأی خروج برای مایک شماره 6 1001 1002 فریز 3 رأی تأخیری بود سعید. رأی خروج برای مایک شماره 9 1001 1002 فریز 2 رأی. خروجی نداریم، میریم فاز شب. تصویرها بسته. عزیز پای سیستم به جز مایک شماره 9 بقیه دوستان تصویرا باز. استاندارد بازی اعلام وضعیت میخواه.
سر صحبت آغاز میکنیم. از مایک شماره 10 به طرف مایک شماره 1 با چالش بفرمایید. چالشو میدم بهراد صحبت کنه. ببین شهروند امروز خودشو کثیف نمیکنه رو کرواتی شیک کنه ها. ببین آقای کرواتی تو اومدی تو دفاع از بازی خارج نشدی، دو بهت رای داده، سه بهت رای داده، من بهت رای دادم، تو به چه حقی زیر شیش رای دو کشیدی؟ مگه خارج شده بودی از بازی که زیر شیش رای کشیدی؟ بعد شات نو هم شات بازپرسی بوده. شهروند خودشو کثیف نمی کنه، من دارم اجماع میگیرم فقط یکی از بازی خارج میشه. ببین آقای بهراد باید سعید رو تارگت کنه، چون این نوحه که من بهش رأی دو دادم گفته میخوام با سعید بیام توی بازپرسی. بازپرسی سعید و نوح بازپرسی شهروند شهروند بوده. چرا این شات شده؟ قرار بوده یه شهروند بیاد بالا، من مثلا رأی بدم این نوحه بره بیرون، سعید شهروند رو وصیت کنه. چرا این بعد شات شده باشه؟ توی یک و چهار مافیا داشته. من کرواتی رو نمیدونم، با من دیروز رأی دو داده به این شهرونده خب، ولی سعید مافیای اصلیه. توی این 3 و 6 هم قطعی مافیا هست. امروز ما سعید رو تارگت میکنی؟ چون این دیروز با تو دیالوگ کرده. به نظرم امروز سعید باید بیاد بالا. شما میگی یک بیاد بالا، یک بیاد بالا، ولی سعید فکت مافیایی داره. چون این اصلا گفته من میخوام باید بیام بازپرسی دیگه. دیروز 1-4-8 شماره 8 با چالش. چالش شد سعید بیا سو. روز اول میگه تو تنت هانی بال گردنت میگیرم ها. من بهش رأی دو ندادم، واسه چی باید شب برم بزنمش؟ واسه بزنمش پوشش میکردم، رأی دو میدادم به نو. اگه از نظر نوه شات شب هدف دار بوده و یکو گردن بگیری، منو چرا داری گردن میگیری؟ به یک رأی تأخیری داده. من انقدر یک رو مافیا ندیدم. آقا باید رو فکت مسیر تو روز یک توی 6 و 8 ما مافیا داشته باشیم، چون 6 مسیر تارگت کاوریش با 8 کامل فرق میکنه. پس تو 6 و 8 رو ساید منطقی بازی باید حداقل یک مافیا نشسته باشه. میتونن دوبلی با هم یار باشن، ولی مسیر همدیگه رو چون مثلا نمیخوام جفتشون تارگت دارن. 6 به نظرم مافیاست. متشکرم سعید. مسیرشون نمیره به 8 تارگت بزنه. مسیر باز... یا دیگه متشکرم. چون میوت نمیشی، نمیدونم نتت ضعیفه یا هرچی. من صحبت کنم آقای سعید. دو سه که نمیبینم تارگت داشته باشی، خودت هم که رای دو دادی دیگه، بین 6 و 8 چیه مسیر داری، رای تاخیر دادی بین شماره 6، خودت باید دیگه. چرا میگی اون باید به این بزنیم به اون؟ خودت رای دادی، خودت برام سایدت در بیار دیگه. بعد این آقایشو، آقای هانیبال، من تو مافیا ندارم، ولی الان داریم میگی فقط یک بره. به نظرت مافیا بوده اومده بالا به 3 نفر رای دو داده تو 10 نفر، بعد تو سطح نیمه نهایی من بعید میدونم. من به نظرم الان سعید و این شماره 6 با هم دیگه، مگه رای دو ندین سعید؟ به نظرم تو الان خیلی مشکوکی، مسیر میدی که به من تارگت بزنن، خودت هیچ تحلیلی در مورد من نداری، خیلی مشکوکی. چالش میدم به یکی کرواتی بعد من صحبت کنم. ببین شات نه که واضح بود شات لغو بازپرسی بوده، به نه هم یک رای داده، 10 رای داده. به نظرم اینا اگر توشون مافیا باشه نمیرن نه رو شات کنن، چون همدیگه رو دیروز کاور کردن. موضع همدیگه رو اگر بینشون یه مافیا باشه نمیرن اون شات کنن، موضع همدیگه رو بیارن پایین. پس به نظرم 1 و 10 شهروندن. سعید یا باید سعید امروز از بازی خارج بشه، بگه کیا بیان تو بازپرسی، یا بازم امروز خروجی نمیدیم، بازی رو باید از بازپرسی شروع کنیم. خود بهراد هم به نظر من مافیاست. بهراد دیروز 4 نفر رو شهروند کرده، 4 نفر رو شهروند کرده که با 6 سایت بگیره. الان خورده میگیره به کرواتی که تو چرا به 6 رای دادی؟ مگه قرار نبود سایت تو در بیاد؟ ببین بهراد که تو این بازی شوه داداش، تو مگه 2-3 رو شهروند نداشتی؟ من مافیا با 2-3 شهروند تو رای کشیدم زیر شیشه. 4 داداش برای تو شهروند، 4 رای کشیده زیر شیشه. تو این بازی یار من کیه؟ مگه آقای الیاسی نمیگفتی من با 6 یارم؟ من با تو رای کشیدم زیر شیشه. پس من با 6 تو این بازی یار نیستم. با 2-3 هم یار نیستم. زیر من رای کشیدن روزه. چه اینه من کی آقای بهراد تو این بازی؟ یار من تو میشی تو این بازی. زیر من رای کشیدی.
تو زیر من رای کشیدی، هشتر رو مگه شهروند نداری؟ هشتر دادش به من توریز نده. تو که اصلا ببین به ارور خوردی. امروز ساید من در مورد بهراد از این بازی میره بیرون، فردا من با هر کی دوست داریم بگیم من میام تو بازپرسی، امروز بهراد میره بیرون از این بازی. آره دو صحبت کن. امروز آقای شماره شش ابوالفضل از دک ما خارج میشه تو بازی. چهار سعید و مافیا دارین شما، چهار تا تو بازی رای خروج نداده به شش تو بازی. رای خروج نداده به شش تو بازی. رای خروج نداده، رای یک دادی، رای دو نداده. چهار تا رای داشته تو بازی گفتی 3 6 8 9 2 تا توش مافیا در میاد. نه رفته بیرون شهروند خودش تو بازی. سرم که مافیا نداری. به منم تارگت نزدی، به بهرادم که نمیگه مافیا. چرا رای ندادی به شش تو بازی دیروز؟ چرا رای ندادی آقای سعید؟ رای خروج نداده تو بازی. رای خروج نداده. این ابوالفضل مافیاست، به نظرم خود سعیدم تو بازی مافیاست. من رای میدم به کرواتیم تو بازی رای میدم، چون که نمیتونستی تو به کرواتی که رای خروج کشیده زیر ابوالفضل امروز رای میدی، به سعیدی که رای تاخیر داده موزه ابوالفضل کرده تو گل میخوای رای بدی؟ مگه دیروز سعید از کارت الفاظ تارگت نمیزد به تو؟ مشخص من با بابام دیالوگ نمیکنم تو بازی، با نقش مافیای موزهمو جلو تو میارم پوینت که داری منو تارگت میکنی. آقا این دو رو امروز نه نه براش بلش کن دیگه نداره، من دیالوگ میکنم رای میکشی زیر من؟ این دو رو که امروز من بازی خلاص میکنم، فقط این دو رو امروز خلاص میکنم، تمام شده رفت. آقای شماره که اینقدر بد پلی، دو نفر با زیر دای خروش میکشن، اون دو نفر مافیاشو منم با اون رای میکشی زیر من؟ حاجی بعد میگن چرا کلین شیت میبازه شهر، چطوری اومدی نیمه نهایی تو؟ این دو رو امروز خلاص کنید تو بازی ها، همه ایگنورن کل دک سرانا، فقط دو، فقط دو، تمام شده رفت. نیکس چالش میدم با آقای هانیبال بعد از من. بچه یه لحظه مافیای خودتون رو رها کنید، به حرف من گوش کنید. یه شماره دو سه پنج نهی معتقد بودن یک مافیاست، همزمان با یک میگفتیم شیش هم مافیاست، درسته؟ ما سه نفر رای دادیم به شماره یک، دو سه پنج، از بازی خارج نشده. زیر سه حق داره رای بکشه، زیر نه حق داره رای بکشه، چرا باید به شیش رای بده؟ آیا الیاسی مافیا نداری مگه یکو؟ یکه زیر شیش رای کشیده، پس نمیتونی به شیش بگی مافیا. گرمون من یک و چهار رو با هم مافیا دارم، چون هیچ کدوم اینا نمیتونستن به شیش رای بدن، هیچ کدوم اینا نمیتونستن به شیش رای بدن، هیچ کدوم اینها اجازه این دادن مایی که شیش رو نداشتن، چون تو ساید مقابل. ببین آقای بهراد، یه شهروندی که تو شهروند داشتی شاد شده، این دو تا کار کرده، به این یکی رأی تأخیری داده که از نظر من انگار رأی پوش داد، خب و گفته منو بیاریم بازپرسی با چهار. سعید کام اصلا باید به این رأی دو میداد، چون سعید به یک که رأی خروج نداده، به خودش هم که گفته من میخوام تو رو بیارم توی بازپرسی، با من باید بیای توی بازپرسی، چرا سعید به این نوع رأی دو نداد؟ چرا رأی ندادی آقای سعید؟ الان ترنته بگو ببینیم موهی اگه مافیا هم هست حرف درستی امروز داره میزنه. تو خود دیروز اینا رو شهروند کردی، این شیشه رو بکنی بیرون. تو یک و شیش خیلی عجیبه اگه بگی جفتشون مافیا. چالش دینیس، چالش نمیخوای صحبت کن؟ ببین رأیای دو شماره یک و شماره شیش تقریبا یکی بوده، حالا از اینا که بگذاریم، اینا باید یا همدیگر رو کاور کنن یا جفت مافیا باشن یا جفت شهرمن. که نمیدونم این آقای الیاسی چی بود گفتی؟ گفتی ابوالفضل مافیاست با شماره یک و چهار، یک و چهار تو تورنمنت تو ده نفر رأی دو دادن به این آقای شماره شیش بازی، بعد عصبی هم میشی تازه؟ من نمیفهمم، تو به نظر من خیلی مشکوک بود، این حرفت خیلی فول بود، نمیتونستی مثل این آقای بهراد میتونی بگی مثلا یک و چهار نمیتونستن رای دو به این شیشه بدن؟ من توی یه لیگ دیگه هم یا شما توی یه لیگ دیگه این؟ هانیبال میگه چرا به این شهرمند رای دو ندادی بره بیرون؟ خب دو شهروندم به شهرمند رای دو ندادم، گناهکارم بهش رای دو ندادم. خب من می اومدم با اون تو بازپرسی، کی میرفت بیرون؟ منی که یه رأی آوردم یا اونی که با چهار تا تو دفاع بود سه تا رأی دو داشت؟ واسه چی باید چادش کنم؟ مشخصه تو 6 و 8 مافیا هست آقا، مشخصه. 8 به 9 تارگت میزده که شهروند بوده،
پنجه رو تارگت کرده که نوه رو چون آورده تو تیم چروندیش، شیشه نه به پنجه تارگت مستقل داره نه خودش نوه رو مافیا داشته، نوه رو خونده چروند، مسیر 6 و 8 از هم دیگه است. تو اینا باید مافیا باشه داخل بازی. 6 رفته داره دو رو تارگت میکنه، 8 امروز داره به من تارگت میزنه. باید توی 6 و 8 مافیا نشسته باشه. نمیفهمی حالش میدم موهی قبل من صحبت کن. 6 و 8 که دوبلی با هم مافیا نیست، یه دونه اینجا داری درسته؟ درسته؟ یه دونه داری که دوبلی که با هم نمیتونن مافیا باشن. 1 2 3 4 که بهش رأی 2 دادی درسته؟ بهراد که دیروز باهاش سایت گرفته، بین من و هانیبالم که یه دونه مافیا شدن نیست، روزی یک همدیگر تارگت زدیم درسته؟ یا این چرا یه چه یه یار داره؟ یه چه این داره؟ یار دیگه‌اش کیه؟ این سعید که مافیاست. خب سعید که مافیاست، این بهراد تمام زورش رو امروز داره میذاره رو 1. چرا 4 سعید نره؟ چرا 4 سعید نره؟ تو یک مافیا داری، بیا تو باس باسی. یک ساید قشنگ بین 4 و 6. حالا یه تحلیل بکنم بر اساس شماره 9. به نظر من تنها کسی که خیلی موضع میگرفته تو این بازی بر اساس شات شماره 9، ابوالفضل شماره 6 بوده تو این بازی. چرا؟ چون شماره 9 رای کشیده، رای 1 کشیده زیر شماره 1، که 1 رای کشیده زیر شماره 6. آقای شماره 6 امروز تصمیم گرفته یه ساید جدا باز کنه، به الیاسی شماره 2 تارگت بزنه. تو ترنش هیچ تحلیلی راجع به شماره 4 نداره، هیچ تحلیلی راجع به شات شماره 9 نداره، هیچ تحلیلی راجع به شماره 1 تو بازی نداره که بهش تصمیم گرفته با من و شماره 2 تو دفاعیت به من گفتی شهروند، پس باشه یکو تحلیل کن دیگه، چون من هم زیر 1 رای کشیدم هم زیر 2 رای کشیدم. خودم امروز بین 4 و 6 شیشه رو بیشتر مافیا دارم، ولی اینجا ساید درست بین 4 و 6ه. امروز جای دیگه تارگت نزنید، من خودم احتمالاً به شماره 6 رای بدم. چون چالش بعد میگردونم به مبال فصابت کن شماره 6. من یکو تحلیل نکردم تو ترنم، خانم شماره 3 یکو تحلیل نکردم تو ترنم ها. من یه باید به یک نگفتم بد پلی تو بازی، بعد موزه شات نو موزه منو میبره بالا، تو کاورش کردی تو دفاعیت موزه منو میبره. من صحبت کردم در بالا که موزه من بره بالا تو بازی، باید بگی موزه 8 میره تو گل که تاگیزش کرده، تو کاورش کردی موزه من میره بالا. نه 6 میره که عربیه، نمیدونم چی منو فرض کردی این کار میکنی، مثلا من میرم یه این کار میکنی. خلاص میگه موهی چه اینه من کیه تو بازی؟ 7 و 10 که همدیگه رو مافیا دارن، 8 که دیگه ساکت هم کرده، 4 تای اول که بیم رای خروج. امروز شهروند بازی فقط تک رای میده به این ابر پس تو بازی. یعنی هوریا اگر مافیا هستید تو کل بازی، تو روزی 1 و چه امروز کلن ذهنت با من یکی بوده تو بازی، الان باید تحلیل میکرد سعید تو بازی. سعید دیروز راجبش صحبت نکرده، رأی 1 داده، امروز تو ترمش میگه فقط این ابوالفضل تو بازی مافیاست. تو دفاعیش هم گفته فقط این سعید مافیاست، من بخشیدم همه رو تو بازی سعید مافیاست. سعید بهش رأی خروج نده، الان داره میگه 6 تو بازی مافیاست. چرا سعید تو بازی مافیا نباشه؟ رأی میدم به سعید، رأی میدم به ابوالفضل، رأی میدم تو بازی، ولی رأی خروج هم واسه ابوالفضل تو بازی. آره سعید تو دیروز چرا رأی خروج ندادی تو بازی؟ ندادی رأی خروج، ندادی به ابوالفضل تو بازی. ابوالفضل مافیا، سعیدم تو بازی به نظرم مافیاست. نیکس برا چالش میخواد موی بعد من صحبت کن. ببین آیه الیاسی، خانم هوریا، پس بعد بگیم به من شهروند دیگه، بلنش من قفل کنی، یه تنه کسی که با شما دیروز رای داد به این شیشه من بودم، الان شیشه هم به من داره میگه شهروند بد پلی، به من نمیگه مافیا. داداش بهرادی پوششو گذاشته رو من، پاشو با بهراد سایت بگی. مگه نمیگه من شهروند بد پلی ام؟ چجوری اومدم تو نیمه نهایی؟ یعنی میدونی دارم بد بازی میکنم درسته؟ به من نمیگی مافیا بازی. اگه من مافیا بازی بشم دارم خوب بازی میکنم، توی شهروند دارم پوش میکنم، رای دادم به تو رو پوش کنم، پس من الان مافیا خوبی هستم. نمیتونستی من بگی بد پلی، بعد به من میگفتی قطعی مافیا. ببین امروز که 6 میاد بالا 5 میاد بالا، متوجه شدی؟ آقای الیاسی، خانم هوریا، من دیروز با شما رای دادم، شما من رای خروج کشیدی، من با شما رای دادم، خواستم سایدتون تو این بازی قوی بشه. من از روز 1 خانم هوریا به تو چالش دادم، من ازشم موزت بره پایین. پس ببین این فکتی که من میارم، خودم مزن اتهام میام. دیروز دیشب توی دفاعی شات شده، پس تو دفاعی به نظر من یه دونه مافیا هم مثلا به زور بوده، شاید یه دونه باشه. خانم هوریه میگه که شات نه امتیاز داده به 6. تو دفاعی مگه نگفتی نوع قطعی شهرونده؟
تو گفتی نوع قطعی شهرونده، امتیازش که جیب توه، امتیازی که من نمیذارم شیشو بکنید بیرون، چون قشنگ مشخصه تو 2 3 4 به وفور مافیا نشسته. متشکرم بچه ها. روز 2 صحبت ها با معارف ها تموم شد. رای گیری رو میخوام آغاز کنم. 4 رای دفاعی است. از مایک 10 به طرف مایک شماره 1. رای گیری برای مایک شماره 10. 1001. 1002. فریز. بینگو. رای گیری برای مایک شماره 8. 1001. 1002. فریز. 1 رای. رای گیری برای مایک شماره 7. 1001. 1002. فریز. 1 رای. رای گیری برای مایک شماره 6. 1001. 1002. فریز. 4 رای. مایک شماره 6 دفاع. رای گیری برای مایک شماره 5. 1001. 1002. فریز. 1 رای. رای گیری برای مایک شماره 4. 1001. 1002. فریز. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 رای. مایک شماره 4 هم دفاع. رای گیری برای مایک شماره 3. 1001. 1002. فریز. 1 رای. رای گیری برای مایک شماره 2. 1001. 1002. فریز. 2 رای. رای گیری برای مایک شماره 1. 1001. 1002. فریز. 1 رای. 2 دوست و دفاعی هستن، مایک شماره 6 و مایک شماره 4. در مورد مایک شماره 6 کی صحبت میکنه؟ یک نفر انتخاب کن با عدد. محی. در مورد مایک شماره 4 کی صحبت میکنه؟ انتخاب کن یک عدد. من تارگت همو میخوام بدم به شماره 8. آره. آها هانیمال عجیب غریبی، چرا به 6 رای دادی داداش؟ عجیب غریبی. شیشه اگر مافیا باشه یارش من و تویم، میفهمی؟ یارش میشی من و تو. نه دیگه، امروز یا سعید از بازی باید خارج شه. بابا اون نوهر زدن که بازپرسی لغو بشین. سعید شهرونده، بازی باید ببازی. سعید امروز از بازی میره بیرون. شهرونده درست وصیت میکنی، میگه مثلا میگه 6 و 8 بیام بازپرسی. مثلا بازپرسی درستی هم هستش. آی سعید تو امروز از بازی خارج میشی. اگه حافظ بیرون نره نرفت، من به تو رای 2 نمیدم. به نظر حافظ شهرونده مایک شماره 8، تو تارگت کاور نخواستی، تارگت کاور زوری نداریم تو بازی مافیا. اشکال نداره، صحبت میکنم. دوباره دست اگه کسی میخواستن دست بیارن بالا. یه نفر در مورد مایک شماره 4 صحبت کنه، انتخاب کن الان. 8 صحبت میکنه. بفرمایید 30 ثانیه. ببین وقتی این شماره 1 داشت صحبت میکرد، سعید قفلش کرد. گفت 1 قفل شهرونده. حالا 2 3 5 رای 2 دادن به این شماره 1، بین اونا مافیا نداره، مافیاش بین 6 و 8 نن، میگه یا دوبلی مافیا یا بینشون مافیا، از تکلیفش با خودش مشخص نیست. دیروز تارگت به این 9 میزده به همراه من، زیر حرفای من لایک میداده، امروز میگه دنیس تو تارگت همو بگیر. تو اصلا نمیدونی از این بازی چی میخوای سعید، مسیر مشخص نداری، ولی این میتونه فکت شهروندیت هم باشه، ولی من به رای 2 میدم که تارگت تو دادی به من برام مهم نیست. از این لحظه به بعد اکتا قفلن. 45 ثانیه مایک 6 و بعد مایک 4. بفرمایید. بچه ها جدی نمیدونم تو بازی کیو بگم بد پلی کیو تارگت کنم. یعنی بین 2 و 3 که یه مافیا نشسته، اون یکی دیگه خیلی بد پلیه. یعنی کجای دیالوگ من مثلا مافیاییه؟ مثلا دارم شما رو دارم بهت میگم من پدرم رو تو بازی موزه نمیدم کاور کنم، تو تارگت هم میکنی باز بهت میگم شهروند، باز رای میکشی زیرم، بعد چالش دارم بهت میدم باز. آجی نمیدونم چه کیو تو بازی تارگت کنم. آقا اهل حساب 9 نفریم بچه ها، بازپرسی نداریم تو بازی. نوهی که بازپرس نبوده تو بازی رفته، پیموز رای خروج ندیم بازی تو بازپرسی در بیاد. ببین بچه ها، آقا استاندارد بازیه، اصلا مال مدرسه است. 2 و 3 الان من و مافیا دارن، قطعی مافیاشون منم، 1 و دیگه مافیا ندارن. 1 رای خروج داده به من وقتی موزه تارگت هاشون میرفته بار، معلومه 1 من که نباید تو پوزیشن ها یار بشیم. اینا دوتایی با شماره 5 رای خروج دادن به 1، یعنی 5 رو باید. متشکرم. مایک 4. مگه میشه موهی شهروند باشه؟ میگه مافیا چون 9 زده باید 4 بره بیرون.
ربطی داره؟ من به شهرونده رای دو ندادم، مخواسته بازپرسی بیاد با من شهروند بهش رای دو ندادم، خوشبلی بودم باید برم بیرون. چرت و پرت چرا میگه داخل ترنتون؟ آقا تو 6 و 8 از نظر من باید مافیا باشه، خودشون هم به این باور نرسیدن. مگه میشه تو دیروز داخل بازی دنیز گفتی قراره بین 6 و 5 به 6 رای بدی، به 6 که رای 1 و رای 2 ندادی، رفتی با 9 شهروند ساید گرفتی، من رفتم 9 رو شات کردم، چین من باید 2 3 باشه، اینا دارن رو 6 فشار میذارن به جای اینکه رو تو فشار بذارن. حالا 2 که با من چین نمیشه، 3 رو که من بهش رأی 4 دادم آوردم اشتباه وقتی راجبش صحبت نکرده بودم، 1 کردم خودم تو ترنم گفتم بین 1 و 2 مطمئنم مافیا، تو 6 و 8 که امروز دارم ساید مشخص میکنم، 5 بهرادم که تمام تارگت های منو شهروند کرده داره لینک کاور. متشکرم. 2 تا 45 ثانیه با 5 ثانیه هم بیشتر گذاشتم دفاعی ها رو بشنوین. میخوام رأی خروج بگیرم، اول مایک 6 و بعد مایک 4. رأی خروج برای مایک شماره 6 1001 1002 فریز 4 رای، رای خروج برای مایک شماره 4 1001 1002 فریز 2 رای. وصیت داری مایک شماره 4 6؟ آقا این 10 تأخیری بود رایش. آقا نه رو 1003 رو فریز رایش بالا بود. آقا من وصیت بکنم. آقا وصیت من شهروند دیگه، من شهروند بودم از بازی کردینم بیرون، اشکال نداره. آقا وصیت یکو من کار ندارم، یکو ایگنور میکنم، سه رو کلا میذارم پای بد پلیش، این 2 و 10 رو من وصیت میکنم بچه ها تو بازی. یعنی آقا ببین من دارم وصیت میکنم، من که کارتم شهروندی بوده با نقش مافیا، که من روز یکو دا اینجوری موزم تو گروه بوده، فردا فقط 2 و 10، بازپرسی 2 بازپرسی 10 تمام شده رفت. اصلا 10 راه نداشته من رای خروج بده. این 45 ثانیه تموم شد. ابوالفضل عزیز ممنون که در جمع بودی، لطفا تصویرتو ببند. بقیه بچه ها تصویرشون بسته که بریم فاز شب. شمارش من 3 2 1 روز میشه و شهر بیدار. استاندارد بازی اعلام وضعیت میخوایم. اولین استعلام وضعیت شما تایید میشه. از جمع شما 2 شهروند خارج شده. اولین استعلام 2 شهروند خارج شده. و اما بازپرسی داریم. با توجه به چرخش بازی، اول مایک اول بازپرسی شماره 5 بازی، مایک دوم بازپرسی شماره 2 بازی. اول مایک شماره 5 30 ثانیه بفرمایید. ببین بچه ها من به وضوح بهتون دیروز توضیح دادم یه شماره 1 یه 2 3 زیرش رای کشیدن، با هم دیگه دوباره رأی کشیدن زیر 6، پس اینا هر چی هستن 6 شهرونده. 2 ساید مختلف بهش رأی 2 دادن، برای چی مافیا باید روز 1 رأی 2 بکشه زیر یارش؟ نمیتونید اونجا مافیا داشته باشی، اینا خودشون همون مافیا داشتن، با هم رأی 2 دادن به 6. امروز که الیاسی برو دیگه، من با دیالوگ کردم این چرا من دارم بهراد تو بازی، خود پلیر گفته من شهروندم تو بازی، خودش با من دیالوگ کرده، خودش باید تایید تارگت میکرد تو بازی، خودت تایید و مافیا داری تو بازی. بگو سعید تو بازی مافیا است که بیراد تو از اول بازی منو شهروند داشتی تو بازی، دیروز هم کارگاهی بلند کردی روی کرواتی گفتم باشه به کرواتی هم رای میدم، با همین خاطر تارگت خوردم تو بازی. دو سه نفر بهراد تو بازی مافیا دارن تو بازی، گفتن تو بازی بهراد مافیا است، بهراد باید بری بیرون. بازم وصیت کنه اگه شهروندی بگو من شهروند تو بازی، تو وقت میفهمی که با مافیا تو بازی، من شهروندم اومدم تو بازپرسی با
تو اگه شهروندم هستی از خودت باید باشه الان که فرصت هست بری بیرون وصیت کنی. من که شهروند تمیزم، برای چی باید برم بیرون؟ من خودم اجماع 6 رو گرفتم، صاحب مجلس من بودم، رأی 2 ندادم. یکی رو من بهش رأی 2 دادم، رأی کشیده زیر تارگت دوم من. دیروز هر چی فکتور بردن تو نفهمیدی، پس تو باید بری بیرون وصیت کنی. من شهروندم تا من بتونم تارگتمو از بازی خارج کنم. تو وصیت یه شهروند بودی، باید خارج شی الان از بازی، چون اگر مافیا هم بدیم بیرون، بعدا اگه تو شهروند باشی میبازیم این بازیو، تو میری بیرون، منو شهروند وصیت می‌کنی، من خودم تارگت بعدیمو میدم بیرون. بفرمایید. دیروز به 2 نفر رای دادم تو بازی، به 6 و 4. تو کرواتی رو مافیاش به کرواتی هم رای ندادم تو بازی، به 2 نفر رای دادم. آقای هانیبال وصیت کرده که من مافیام یا تو مافیا هستی. تو که من رای بدی من برم بیرون، فقط وصیتم هانیبال تو بازی. یعنی هیچ کس هم وصیت نمی‌کنه، فقط میگم هانیبال تو بازی مافیا است. چون من فاکتوری که شما رو شیش می‌بردم تو دو دستی لایک دادی تو بازی. پس هانیبال که حق نداره به من رای بده تو بازی. بیرا تو هنوز وصیت نیست، منو شهروند داری تو بازی. هنوز من میگی برو بیرون وصیت کن تو بازی که من شهروندم تو بازی. براد بره بیرون آقا، براد بره بیرون، من شهروندم تو بازی. این سعید به نظر تو بازی مافیاست. سعید خودش روز یک رای داده. چی شد آقای حاج نبی؟ ترنم بسته شده؟ تموم شد؟ بله، 30 ثانیه تموم شد. بجز این دو دوست بقیه تصویرها بسته. بریم یه خواب نیمروزی برای اکت بازپرس. اگه تو بازی هست به من پیغام بده. 3، 2، 1 روز میشه. به اکت بازپرس، بازپرسی به اجبار، دو مشت بالا، مایی که شماره دو مشت دست یا جلو دوربین، از مایی که شماره 7-1 عدد بگو. 5-1 رای. مایی که شماره 8-1 عدد. 5-2 رای. مایی که شماره 10-2-1 رای. مایی که شماره 1-5-3 رای. مایی که شماره 3-5-4 رای. مایی که شماره 4-2-2 رای. وصیت داری بهرا جان؟ بله با اجازت. ببین بچه، تو 7 نفر موظفید با وصیت من بازی کنید. سعید شماره 4 قطعی شهرونده، فقط چالش به اون میدید، درسته؟ اون تصمیم میگیره، نه اون تصمیم میگیره آقای محی رو از بازی خارج کنه، یا آقای کرواتی رو از بازی خارج کنه، یا خانم دنیز رو از بازی خارج کنه، یا آقای الیاسی رو، یا خانم هوریا رو، فرقی نداره. منو بازه جلوتای سعید، چون تو اگه مافیایی حقت این بازی رو ببری. ببین محی دیروز داشت میگفت 4 مافیاست، من گفتم باشه 4 مافیاست. الان من نمیدونم، یکی احتمالاً بازپرس بازیه، فعلا کاری با اون ندارم. امروز که طبق وصیت همون الیاسی رو میرید جلو، الیاسی رو امروز اجماع میکنید، موظفید با سعید 4 بازی کنید، دکترم فقط سعید رو سیو میده. امروز اجماع 2 رو میگیری و خدا نگهدار. متشکرم، ممنون که در جمع ما بودی. ساید سفید بازی شهروند، سر صحبت آغاز میکنیم. از مایک شماره 4 به طرف مایک شماره 7، نه 4 دیگه با آخر بود، حالا از 7 شروع میشه. 7 با چالش به طرف بالا، بفرمایید به طرف مایک شماره 4. چالش میدم به هانیبال قبلنا. ببین موهی که مافیاه، موهی این فهمیده بوده این شیشه نه دیسلایک نداره، فهمیده بوده این شیشه شهروند دیروز تو بازی، درسته؟ این رفته خونده شهروند، این شماره 5 روز 1 3 تا شهروند کرده، گفته 2 3 9 شهروند، این 6 رو می‌خوایم بکنیم از بازی بیرون. بعد این شهرونده رأی خروج نداده به این شماره 6، چه جوری کشیدی زیرش این بعد برای تو قطعی شهروند می‌بود. این دیروز هم این الیاسی دیروز رأی 2 داده بود به شهروند قطعی تو. بوی کلینشیت خورده به دماغت؟ آره، داری جوش میزنی. منو که امروز نمیتونی بدی بیرون، درسته؟ ایراد بابا، توی 9 نفر از دید من مافیا مثلا تعداد بالا رنگ نمیدن شهروند بکنم بیرون. چقدر پد پلید شما؟
چقدر بد پلی این فکت واضح شهروندی عرفت رو بودم گفتم رای ندید گفتم این رای نهاره به سعید هم رای نمیدم من ببین توی یک و ده که یه دونه مافیا است که روز یک رای خروج دادم به آیه شماره نه درسته؟ سعید هم رای تأخیری داده ببین به شیش رای تأخیری داده پس بین سعید و الیاسی هم یه دونه است من چالش رو میدم به سعید بعد من صحبت کنه سعید بعد من صحبت کنه دادم دیگه سعید ببین دیروز چهار نفر رای دادن به ابوالفضل ماکشیش شماره 1, 2, 3, 10 من و آقای شماره 7 دستمون رو آوردیم بالا برای نفر بعدی که حالا چه شهروند چه مافیا تو رای گیری بوده این آقای شماره 6 با حداقل رای ممکن پوش شده با 4 تا پس ما دوتا میشیم شهروند که احتمال مساوی کردن و این داستان هم بودش این بین این رأی آقای شماره 6 1, 2, 3, 10 که یک رو من بگیرم بازپرس باید بگم 2, 3, 10 با هم مافیان که من به نظر اولویت شماره 2 میتونه باشه چون دیروزم آقای شماره 2 اون حرفی که زد خیلی فول بود دو تا رأی 2 ابوالفضل رو با خودش باکس کرد دیروزم که گردنش گرفته بود که من به نظرم الان 2, 3, 10 میتونه مافیا باشه آقای شماره 10 تو دیروز تو دنگ بازپرسی تو دادی به این شماره 2 بازیم الان که دیگه زرگری دیره با چه پوزیشنی رأی دادی به 5 بهراد مگه ساید ابوالفضل رو نخون شهروند مگه وصیت نکرد 2, 10 چجوری به 5 رأی بازپرسی دادی چجوری به 5 رأی بازپرسی دادی خانم دنیز امروز که فقط 2 رو میکنم از داخل بازی بیرون چون اینا هر کدوم مافیا باشن وجود نداشتن اگه یارشون تو بازپرسی نبوده باشه دنگ بازپرسی بدن به شهروندی که کثیف نبوده داخل بازی شهروند تمیز نمیکنن بیرون که میان شهروندی که وصیت شده رو میکنن بیرون میندازن گردن اون وصیت کننده داخل بازی پس هر کی تو این رای دهنده ها مافیا باشه دو که سیفه ببین با من بازی میکنی سعید من دیروز خواستم نه دو نه ببین تو شهروندی قبول داری منو شهروند داری یا نداری گوش بده قشنگ به حرف من خب من خودم که میدونم شهروندم گوش بده تو که بذاریم شهروند درسته وصیت شهروندی های به ایراد بدی شماره 2 نذاشته من تو رو بکنم بیرون خودش اومده با 6 سایت گرفته تو 9 نفر چرا باید این کارو بکنه آقا معلومه پله کردن کارت شماره 2 رو مشخصه من 2 رو شهروند داشتم به ایراد رای دادم چون واضحه تو رای دوهای اون شماره 6 2 شهروندتره خود شماره 6 به 2 میگفته شهروند ببین موهی که مافیاه چون نمیتونسته امروز رای بده به شماره 5 من شوام موهی این 6 رو دیروز فهمیده قطعی شهرونده تو بازی درسته؟ این 5 داشته اجماع میگرفته برای 6 رأی 2 نداده بهش الان هم میگه 2 شهرونده خب تو 2 شهرونده بین 1 و 10 تو نمیتونی تارگت بزنی تو دیروز بازی گفتی این 9 که شاد شده 1 و 10 توشو مافیا نیست اگه آره نه شو من شو این 2 شهرونده 3 شهرونده باید یک رو تارگت کنی اینا به اون رأی دادن تو که تو باگی تو اصلا نمیتونی الان 3 نفر نمیتونی تارگت کنی آقای موهی موهی نمیتونه امروز رأیشو یه نفر وصیت کرده بود 2 چجوری 2 برای تو شهروند بود موهی به 5 نمیتونه رأی خروج بده این 5 شهروند آقای موهی رو نه پوش کرده بوده نه رأی 2 داده بوده چجوری فهمیده بوده این مافیاه چالش میدم به سعید 4 بعد من صحبت کن خیلی بازی برای من جذاب شد ببین به زودتر از من از این بازی رفت بیرون امروزی هم به 2-3 رای میدم آیا الیاسی تو روز 1 به 2 تو شهروند رای خروج دادی یه دونه به من رای خروج دادی یه دونه به 6 رای خروج دادی شهروند هم از 3 دادش میری بیرون این بازی رو میبازیم یاد میگیری که دیگه روز 1 به 2 تو شهروند رای خروج ندی من به 2 امروز رای خروج میدم یعنی 2 بیاد بالا رای خروج میدم چون رای 1 رو قراره بهش بدم بازی رو من ایزی نگاه میکنم عجب گیری افتادیم یه شهروند رفته جلو چشتون بیرون منو وصیت شهروندی کرده یا هانتر بوده بسته بوده به من که بعد به من گادفادر ببازین چون وصیت شهروندی کرده منو یا دکتر بوده دیشب شاد ننشسته منو سیف داده تک سیف کرده جایی که ابوالفاس پوش شده بود گفت 4 قفل احتمالاً مافیا دیشب منو زده ها توی 2
8 7 10 به نظرم 3 تا دونه مافیا نشسته. 7 و 10 اون شهرونده با رأی دو دادن امروز به دو خودش رو ثابت میکنه، چون من بعد از خروج الیاسی شماره دو رحم نمیکنم به شهروندی که نخواد رأی بده، چون امروز باید به وصیت شهروند ببازین. الیاسی هم وصیت ابوال چالش میدم به سعید، بعد من صحبت کن سعید، چالش حتما به این برگردیم. غیر از این نمیتونه باشه که به نظرم تو بازی هانتر بوده تو بازی، یا کارگاس که سلام منفی طور داره سعید. اگر گادفادر هستی یه بازی رو بردی، من نمیتونم بهت بگم مافیا اینجای بازی. یه ذره بازی کردم، عقل دارم، منطق دارم تو بازی که بفهمم کیا تو بازی مافیا هستن، کیا دارن کاورم میکنن، تو کاور کردن میگن کیا مافیا هستش. ببین این هانیبال به نظرم تو بازی مافیا است. خب اگر میخوای منو تک دفاع بیاری بالا، نیار بالا، حداقل تو 70 دو نفر بیار بالا، خواهشم از تو اینه، نکن این کار آقای سعید خان. اگه شهروندی منو هانیبال بیار، منو قطی مافیا داری، منو با دنیز بیار تو بازی. دنیز میگه خودم شهروندم، سعیدم که وصیت شهروندی بوده تو بازی، خودش به محسنم میگه شهروند تو بازی، دوتای شهروند این رای به سعید نرفته بیرون از بازی. متاسفم آقای الیاسی، ابوالفضل شهروند رو گردن گرفتی، گفتی من چرا به ابوالفضل رأی دو ندادم. جرم من دیروز این بود که به ابوالفضل شهروند رأی دو ندادم، یه رأی دو هم به اون نوع شریعت شهروند نداشتی، من میکردیم بیرون داخل دک، چون به دو تا شهروند رأی دو ندادم. واسه چی الان داری با من دیال میکنی داخل بازی؟ من بازی رو به بازپرس میبازم. تو رو آورده بالا با بهراد، به نظر من این یک در بود، فقط بهراد مافیا داشت، احتمالاً همین کراواتی بهراد آورد بالا کردش بیرون داخل بازی، شو شهروند داد. شماره دو امروز میره بیرون، یارات هم داری لادر میزه به نظرم، چون نمیتونی شهروند باشی، وصیت دو تا شهروند بوده باشی، با شهروند تمیز بیای داخل دفاعی بری بیرون، با شهروند تمیز اومدی رفتی بیرون دیگه داداش، من چیکار کنم؟ بعد مثلا بگی چالشو میدم سعید. نه چالش نمیدم یه دست مافیا بیفته بخوان شیک کنن. ببین الیاسی، تو از روز یک رو گردن من بودی، هی به من میگفتی شهروند، با من رأی کشیدی زیر دو تا شهروند، یکی رو بذارم شهروند، خودم شهروند. سعید و آقای محسن و آقای هانیبال، شما دیروز و همینطور شماره 8 دیروز فرصتون بوده رو شماره سعید، همتون دیشب رفتین استعلام گرفتین یا بر اساس وصیت شماره 5 بهش گفتین شهروند؟ چون شما دیر، شما سه نفر جایی که آره من خیلی شوام، امروز که رأی میدیم و آقای سعید به شماره 2 از بازی میره بیرون. ببین 7 و 10 رو شاید نتونم با هم چین بذارم، پس از اون طرف دنیزم میتونه مافیای قطعی باشه، ولی امروز دیگه به وصیت، دیگه ما به وصیت بازی کردیم، وصیت رفته 5 خونده شهروند، گفته 4 ما شهروند تو این بازی، پس امروز با دست سعید بین 7 تا یه مافیا باشه، دنیز میشه از اون طرف مافیا، دو رو امروز بکنیم بیرون. حالا دو تا امتیاز فکت هم بیارم حداقل، شاید سود کردم. دیره واسه امتیاز فکت. چالشم چالشم که تموم شد، بگو ترن خودمو صحبت کنم حاج نبید. آقا دیروز رأی یکای من کی بودن؟ هانیبال بود، دنیز بود، موهی بود، دو بود با ابوالفضل 6. تو شما که چینه، به نظر من چین مافیا به نظرم اینجا نشسته. ببین من بخوام فکتی نگاه کنم، باید 2-8-10 رو بذارم چین، 8 رو بذارم، 10 رو بذارم گادفادر، 8 و 2 رو بذارم مافیای ساین پایین داخل بازی، ولی موهی داره مقاومت میکنه، پس من احتمال داره از چین ترن خودم آجنبی. بله چالشمو میدم به هانیبال، صحبت کن من بعد تو صحبت. ببین سعی، دیروز من با نقش گادفادر داشتم روی تو پارو میزدم، روز یکم که با نقش گادفادر به این دهه رأی دادم، درسته؟ این موهیه دیروز داشته میگفته با تو شاد، تو چیز مقابل بازپرسی بودی، فهمیده بوده این شهروند امروز نمیتونست به این پنج رأی خروج بده، باید رأی خروجشو میداد به دو. خب تو منو که نمیتونی تو چین بذاری، این پنجه دو تا رأی بازپرسی داشته، من رأیمو دادم به این دویی که تو امروز میخوای بکنیش از بازی بیرون، تو چجوری چینت میتونه 2-8-10 باشه؟ خلاصه تو 2-7-8-10 به نظرم سه تا مافیاست، چون هیچ کدوم به 3 و 1 تارگت نمیزنین، دو رو همه موافقین به خروجش، میمونه 7-8-10-2.
پروفایل گادفادر تو 8 و 10 دارم، 7 و گادفادر ندارم. به نظرم باشه ساین پایینه، ولی من امروز 2 رو میکنم بیرون چون باسپورس مافیاش داشته، 6 ابوالفضل وصیتش کرده، بهراد گفته این 2 وصیت بکنید بیرون، من 2 و 8 رو با هم امروز میخوام داخل دفاعی. همه یه رأی میدین 2 یه رأی میدین 8؟ تموم شد. متشکرم. دفاعی دوستان ترنش روز سوم صحبت ها با چالش ها تموم شد. 7 نفر تو بازی هستیم، 3 رأی دفاعی است. رأی و فرش بیارین که تأخیری حساب نکنم. از مایک 7 به طرف مایک شماره 4. رأی گیری برای مایک شماره 7 1001 1002 فریز 1 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 8 1001 1002 فریز 4 رأی. مایک شماره 8 دفاع. رأی گیری برای مایک شماره 10 1001 1002 فریز 1 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 1 1001 1002 فریز بینگو. رأی گیری برای مایک شماره 2 1001 1002 فریز 1 2 3 4 رأی. مایک شماره 2 هم دفاع. رأی گیری برای مایک شماره 3 1001 1002 فریز 2 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 4 1001 1002 فریز 1 رأی. دو نفر تو دفاعی هستن، مایک 8 و مایک 2. در مورد مایک شماره 8 کی صحبت میکنه؟ چهار صحبت میکنه. در مورد مایک شماره 2 کی صحبت میکنه؟ انتخاب کن. 7 صحبت میکنه. 30 ثانیه مایک شماره 4 بفرمایید. آه، حرف غیر فکت میزنم توی 8 7 3 1 2. مگه میشه کمتر از 2 تا مافیا باشه؟ خب همشون باسپورسیشون رو دادن به 5، ندادن به 2. خب 2 باید یه چیزی داشته باشه که همه مافیا برن توی سایت باسپورسیشون رو بدن به 5. خب 2 اگه شهرونده، شهروندی بوده که روز قبل شهروند خورده، مافیا میاد رأی باسپورسی میده بهش، میره بیرون سایتشو میخونه، شهروند میگه وصیت شهروند بود، به من چه؟ متوجه نمیشین؟ واضحه. چی رو متوجه نمیشین؟ تو الان که کاری که خودت کردی، یعنی مثلا من که این دوتا شهروندن اومدم بالا، بازی رو باختیم، بازی رو باختیم، تو کار خودت کردی، ولی من میکشم زیر الیاسی. خب ببین، باسپورسی تو 8 نفر بوده، یعنی یه نفر میرفته بیرون وصیت میکرده. آقای سعید، مافیا پشت هم بازی نمیکنن اگه یارشون تو باسپورسی یه رأی میدازن امتیاز میگیرن دیگه، یه رأی میدازن امتیاز میگیرن دیگه. این هانیبال رأی خروجش داده به 9 روز 1، دیروز رأی خروج داده به 6. ات قفل مایک شماره 4 تو تصویر باشه. 45 ثانیه دفاعی مایک 8 بفرمایید. من صحبت کنم. تو 7 نفر 2 نفر بالاییم، یا جفت شهروندیم که یکی اون میره بیرون بازی تموم میشه، یا اینکه دو تو دفاعی مثلا مافیا باشه اینا حق رأی نداشته باشن. من فکت برای شماره 4 میارم. این آقای شماره 4 بازی روز 1 رأی تأخیری داده به این آقای شماره 6 بازی، دیده 3 تا آورده رأی 4 رو کشیده، بعد فرداش بلند شده گفته دنیز برو به اون تارگت بزن. حالا من دوباره گفتم تو این که هیچ مسیر مشخصی تو بازی نداری میتونی شهروند باشی، نمیدونم چرا داری تارگت رو به من میدی، ولی چون تارگت رو به من دادی رأی 2 رو میخوام بکشم زیرت. امروز تو 7 نفر منو گذاشته مافیا، بلند شدم گفتم میخوام به این 4 موزه بدم که دعوا رو بکنی بیرون، چون حرفش فول بوده. 4 نفر رأی 2 کشیدن زیر این شماره 6 شهر رو کردم بیرون، امروز داره التماس بقیه رو میکنه که 2 رو بدین بیرون. زرنگ نبودید که من داشتم. مایک 2:45 ثانیه. ببین آقای سعید خان، بازی رو که اگر دینش شهروند باشه که همینجا باخته، یعنی ممکنه باشه تو بازی دینش هانتر باشه، تو بازی که بازی ادامه داره تو 7 نفر هستیم، بازی رو که باختیم، من که شهروندم تو بازی، امکان داره که خانم دینش بازی مافیا باشه، تو چنید اگر شهروند هستی، من مافیام، دنیز مافیاس، هانیبال تو بازی مافیاس، تو واقعت میگم دو تا دیارم بیا تو دفاعی فقط با دست تو بازی کنم. این هانیبال روزی 1 به 9 گفته قطعی مافیا، رأی خروج داده به 9 تو بازی، وصیت یه شهروند شماره 9 بوده تو بازی، وصیت شماره 6 بوده تو بازی. آقای هانیبال توی باسپورسی به من رأی خروج داده تو بازی،
این سه تا. بعد روز دوی بازی شروع بازیش بوده تو بازی که به یک کرواتی تارگت نزنید. متشکرم. بالاتر 45 ثانیه گذاشتم صحبت ها تموم بشه. دو دوست هیچ کدوم تو دفاعی نبودن. مایک شماره 8 و 2. سه رای رای خروجه. اول مایک 8 و بعد مایک شماره 2. رای خروج برای مایک شماره 8. 1001. 1002. فریز. بینگو. رای خروج برای مایک شماره 2. 1001. 1002. فریز. 2. 3. 4. 5 رای. وصیت داری مایک شماره 2. باختیم بازی رو. اگر سعید مافیا باشه که بازی ادامه داره بنظرم. به نظرم باختیم بازی رو. به نظرم سعید تو بازی مافیاست. بکنم بازی ادامه داشته باشه. اگر بازی ادامه نداشت که سعید شهروند بود که بازی رو باختیم. تقصیر شماره 6 خودش بود تو بازی. تارگت نمیزد به سعید تو بازی. گفتم مسیرت همین شماره 4 تو بازی. من که شهروند بودم تو بازی هاش دمی بازی تموم شد نشد نمیدونم. متشکرم. ممنون که در جمع بودی. لطفاً تصویرتو ببند. بایرم من. شب میشه و شهر به خواب بیه. جز مایک شماره 1 بقیه دوستان تصویرها باز. استاندارد بازی اعلام وضعیت میخواهیم. تایید نمیشه. سر صحبت آغاز میکنیم. از مایک شماره 3 به طرف مایک شماره 10 های از مایک شماره 4 4 3 10 8 و 7 با چالش بفرمایید. موی صحبت سعید، تو معتقدی که ابوالفضل با 3 تا رأی شهروندی و 1 رأی مافیایی رفته بیرون، من و دنیز با هم دیگه یاریم، به تو رأی رو دادیم. معتقد اینجوریه بازی که همینجا الان بین من و هانیبال باید انتخاب کنیم. نه 8 که من خودم دیروز تک رای بهش دادم. رای 2. یعنی یه تک رای رای 2 دادم بهش. نه 2 گادفادر نبوده. بابا 2 چجوری گادفادر بوده روز 1 به 1 رای 2 داده. به 6 رای 2 داده. چجوری گادفادر بوده؟ متشکرم. چجوری افتادیم ما؟ دیروز دارم خودم رو وسط دک میکشم که هر کی اینجا شهرونده باید 2 رو بکنه بیرون. 28 روزه تو بازی دارم پارو میزنم تو 6 و 8 بعد مافیا باشه. من با همه افراد تو دکی که الان هستین درگیر بودم. میگم موی اگه شهروندی نباید بری سمت هانیبال. تو 7 و 10 باید مافیا باشه. یه دونه باید مافیا باشه. 2 روز داشتم واسه پوش هم دیگه میرفتن. حالا یا یه دونه گادفادر یا یه دونه مافیا یا هر حالتی. 3 بعد 8 گردم میره 8 بعد 3 بگردم دیگه. سه دیروز با من گفته بازی میکنه، چالش داده من 2 بره 8 داشته به من تارگت میزده. رأی بازپرسیشو بعد خروج ابوالفضل شهروند نداده به 2، داده به 5. پس امروز 8 تک میاد تک میره. چالش نمیخوام به مافیا بدم. سعید میخواه چالش؟ چالش نه، ترجیح اوکی. هانیبال بعد من صحبت کن. ببین دیروز گفتم، دیروز حتی تحلیل کردم، گفتم بین 7 و 10 یه مافیا باشه دنیز میشه سیف ساید تو بازی. یعنی اینو تحلیل کردم بین 7 و 10. البته یه چیزی هست ها، مثلا دوه قرار بوده اون روز بره از بازی بیرون، میتونن دوتا مافیا با هم زرگری بزنن که یکیشون سفید بشینه. یعنی 7 و 10 میتونن جفتی
مافیا باشن چون روزه یکم سایدشون شکل نگرفت. هانیبال بینگو نشست روزه یک تو رای گیری. ولی کاری ندارم. دنیز کل بازی یه تارگت داشته شماره 9، یه تارگت دیروز تو دفاعیه داشته شماره 4. دیگه نمیدونم دیگه تارگتاش کیا بودن. به دو هم که دیگه تارگت نزدی. آخرش فکر کنم تو دفاعیت گفتی دوه رو چون من اومدم با اون بالا به اون رای بدیم. به نظرم امروز میتونیم به دنیز رای بدیم، ولی سعید به این فکر کن که 7 و 10. من ترندم شد، لطفا بگو چالش. آقای سعید گوش میدی؟ میشه گوش میشه بشینی گوش بدی؟ الان که فهمیدی من شهروندم درسته؟ چون دیروز این پنجه آجی پنجه دو تا گوش کن، پنجه دو تا رأی بازپرسی داشته درسته؟ من رأی دادم به یارم، من زودتر تو نفر آخر به این دو رأی دادی، به من گفته تو رو وصیت میکنم، من به جز تو تنها کسی بودم که به این دو رأی دادم درسته؟ مثلا خانم هوریا رو نمیتونی تو ذهن شهروند داشته باشی. چرا چالش بکنی؟ چالش هم امیدم سعید بعد من صحبت کنه. خانم هوریا روز یک کشیده زیر یک شهروند درسته؟ روز یک کشیده زیر 6 شهروند، به دو تا شهروند تو میدونی خانم هوریا تو این لحظه از بازی رأی خروج داده درسته؟ اداره بعد محی دیروز تو 1 و 10 مافیا داشته، تو اگه به شهروندی من برسی که تو بازپرسی رأی خروج دادم به 2، پس من مافیا، پس محی دیروز داشته دو تا شهروند داره، من کل با اینطوری نداره دیگه، پس محی که معلومه مافیاه. خب محی تو دو تا شهروند اون بالا، من مافیا بودم بردم دیروز رأی بازپرسیمو دادم به این الیاسیه، خب فقط من دادم، جایی که 2-1 بوده الیاسی 600 تا رأی نداشته من برم برا خرید پوینت شهروندی این شماره 5. دو همه حرفایی که مثلا این از پوزیشن تو موهی شوهانی بال، از پوزیشن من بینتون یه مافیاست. چرا متوجه نمیشی؟ چون 3 رو رو فکت توضیح الیاسی به هوریا شهروند دارم، میگفته هوریا اگه تو مافیایی داری این فکتا رو میاری من مثل تو فکر میکنم، پس تو دیگه به نظرم شهروندی، با ذهن تو میخوام بازی کنم، پس من بازی رو به تو باختم. یه مافیا چرا باید بیاد یارشو با خودش تو روز علنا چین کنه بگه تو هم به این شهروندا تارگت میزنی، فکت ذهن منه، پس من اینو که شهروند دارم، پس میمونین شما دو تا اگه دارین همو گردن میگیرین. این دنیزی که از روز یک فقط داشته پیو شهروند تارگت میکرد، از روز یک گفتم مسیر ابوالفز از دنیز بود، بهش تارگت نمیزد، از روز یک دارم پارو میزنم میگم تو اینا مافیا نشسته. مگه که هشتم چالش رو به من چالش ندادم، میلوش کن چالش نمیدم به کسی، مسخره بازی دیگه. سعید به نظر تو خیلی خوب بودی، به من گفتی برو این شماره 6 رو تارگت کن، شما مسیرتون به هم دیگه است، روز یک شماره 1 شهرام بوده تو دفاعیه بوده، 3 تا رأی 2 داشته که از نظر تو مثلا این 3 شهرام بوده، 5 بهرادم شهرام بوده دیگه، منی که مسیر داشتم به این رأی 2 بدم رأی 2 رو ندادم، دوباره 6 ابوالفضل و خودت بهش رأی 2 دادی، 1, 2, 3, 4 رأی 2 دادیم بهش، منی که دوباره تارگتش کرده بودم رأی 2 ندادم. و من چی کار کردم روز تو 7 نفر دیروز چالشو دادم به تو، وقتی دوه داشته لهلح میزده برای چالش، من چالش دادم به تو، گفتم پشبند تو میخوام به این دوه رأی بدم، وقتی ابوالفضل تو بازی بود من فکت شماره 2 رو آوردم، گفتم دوه تو اروره نمیتونست این چینه رو بچینه، وقتی ابوالفضل داشت به این دوه تارگت میزد. آخرین نفر، آخرین چالش، مایک 7. بذار هوری هم کم امتیاز بگیره داداش. سعید میدم سعید بعد من صحبت کنه، میدم سعید بعد من صحبت کنه. آقا گوش بده، ببین سعید از پوزیشن من هم 8 مافیاست هم 10. ما زمانی که ابوالفضل رفت بیرون هم من به تو رأی 2 دادم، 8 به تو رأی 2 داده درسته؟ پس از پوزیشن من یه دونه مافیا امتیاز ابوالفضل خریده. من که داشتم زجه میزدم میگفتم ابوالفضل بیرون نره، ابوالفضل بیرون نرفت، 3 رأی نشد، 4 رأی نشد، من به سعیدم رأی نمیدم. من که داشتم زجه میزدم آقای هانی با تو کردیش بیرون، آقای ابوالفضل تو کردی بیرون. من روز یک ببین من میتونم گادفادر باشم سعیدا، من میتونم گادفادر باشم، چون روز یک به یه دونه رأی یک ندادم، رأی دو هم بیشی ندادم، به هیچ کی رأی یک ندادم، رأی دو هم ندادم. اوکی ببین هانیبال مافیاس 8.
هانیبال میدونی مشکل من با تو کجایه و الا شهروندت داشتم. مشکلم اونجایی که روز دو موهی اولین نفر بلند شد گفت سعید شات مقابل بازپرسی بوده. تو چرا پیگیری کردی وقتی موهی رو اینقدر مافیا داشتی؟ چرا پشت دست مافیای روز یکت پیگیری کردی که من شات مقابل بازپرسی هم باید برم بیرون؟ خانم دنیس شما تو بازپرسی شو کردی نقش خود نقش مافیای خودتو، چون تو یه مسیر بازپرسی داشتی دو. مگه نگفتی من شهروندی ابوالفضل رو داشتم با مافیای دو رسیده بودم؟ خب چرا بازپرسی تو ندادی به وصیت شهروندت؟ چرا باید چرای اینو توضیح بدی وقتی چرایی نه؟ صحبت و چالش های روزه چهارم هم تموم شد. پنج نفر تو بازی هستین. دو رأی، رأی دفاعی است. از مایک شماره 4 به طرف مایک شماره 7. رأی رو میخوام آغاز کنم. رأیگیری برای مایک شماره 4. 1001، 1002، فریز، بینگو. رأیگیری برای مایک شماره 3. 1001، 1002، فریز. رأی بود هانیبال. یک رأی. رأیگیری برای مایک شماره 10. 1001، 1002، فریز، یک رای. رایگیری برای مایک شماره 8. 1001، 1002، فریز، چهار رای. رایگیری برای مایک شماره 7. 1001، 1002، فریز، یک رای. تک دفاع مایک شماره 8. یه تارگت، یک کاور. میبندم آقا، ولش کن. خودم صحبت. اکت ها از این لحظه قفل. 45 ثانیه دفاعی مایک شماره 8. بفرمایید. سعید میای گوش بدی حرفمو؟ من هیچ کار خطایی تو بازی نداشتم. این پنجه داشته بازپرس، یعنی تو متوجه نشدی که یکی بازپرسه وقتی این شماره 5 اومد تو بازپرسی با این شماره 2؟ تو خطا داشتی. تو داری به من میگی تو چرا دنگه تو دادی به این شماره 5 بازی؟ سه هم همین کارو کرده. به اضافه این که سه دو روز رأی دو داده به این شماره 6 که تو فهمیدی شهرم بوده، رأی دو داده به این شماره 1 که تو فهمیدی شهرم بوده. من چی کار کردم توی این بازی؟ تو مگه میتونی الان این شماره 10 خیلی مشخصه داری یار فرضی منو بازی میکنه؟ دیروز دنگشو داده به این شماره 2 داشته میگفته هفته ماهی از جریان بازی خارج بشه. من چالشو دادم به تو، گفتم دعا رو بکن بیرون. خیلی مشخصه که 10 و 3 با هم دیگه مافیا. این الان 10 یار فرضی منو خیلی مشخص داره بازی میکنه. من خودم دیروز بهش گفتم مگه دنگتو ندادی به این شماره 2؟ متشکرم. 45 ثانیه دفاعی دوست عزیزو شنیدین. میخوام رأی خروج بگیرم. دو رأی، رأی خروجه. رأی خروج برای مایک شماره 8. 1001، 1002، فریز، چهار رأی. قانع نشدم. وصیت داری؟ خسته نباشید آقا. من به نظرم بازی خوبی بود. ما کلینشیت بازی رو برده بودیم. کاش حرف یارامو گوش نمیدادم که شاتو بزنم، وگرنه بازی رو میبردیم. شاتو باید گوش نمیدادم. خیلی بدی سعید. متشکرم دنیس خانم که در جمع ما بودی. شب میشه و میریم فاز شب. تصفیه بسته. جز مایک شماره 4 بقیه دوستان تصویرها باز. دو دقیقه کیاس از این لحظه به بعد 28 تا 30 میگیرم. من یه بذار یه صحبت بکنم. موی من تو رو شهروند دارم، فکت شهروندیت هم میارم تو بازی. اول اینکه دیروز بازی موی تو باید من رو شهروند، چون دیروز شماره 8 اومده بالا، هانیبال به تو رأی داده، من رأی 1 به تو ندادم تو بیای بالا، درسته؟ این فکت اولین شهروندیم. فکت دوم من تو شهروند دارم، تو شهروند نداری. خب منم تو رو شهروند. ببین نگاه کن خانم هوریا،
حالا فکت مافیای هانیبالو بیارم. خب بذار من فکت شهروندی خودمو بیارم. نمیخواد تو فکت مافیای منو بیاری. بذار بیاره. بابا یه شهروند تو فهمیدی هوریا، یه شهروند با یه مافیا تو بازپرسی بوده. من رأی خروجمو دادم به این مافیاه، جایی که دو نفر قبل من به این شهرونده رأی دادم. آقای هانیبال، آقای هانیبال، اون توی بازپرسی بذار من حرف بزنم. هوریه تو حرف بزن. ببین محسن توی 5 و 10 دنبال بذار من این فکت رو بگم دیگه. اون توی بازپرسی معلوم بود اون تو بازپرسی معلوم بود میره. چرا فقط به تو تارگت زد؟ گفت وصیت من تویی هانیبال. تو که نمیدونی جای دیگه تارگت رای بدی. اون تو بازپرسی گفت که هانیبال شهروند. هانیبال هوریا وصیت من. سب کن یه فکت مافیای دیگه بیارم واسه. نه یار فکت مافیایی برا من. این شهروند آقای موهی آقا که گفته ببین فهمیده این شهرونده من مافیا روز یک به هیچ کی رأی آقای بگه من فکت شهروندی خودم بیارم چجوری موهی به دو رأی خروج نداده؟ مگه نفهمیده بود ابوالفضل شهرونده؟ آقا من جفتی شهروند داشتم من جفتی شهروند داشتم من اینجا چرا دیروز تصمیم گرفتی؟ آقا یه لحظه گوش بده. آقا یه چه تو آقای هانیبال من مافیا فیر باشتی به من حرف بزنم رأیه. گفتم نه رأی نیست. خب من مافیام برام فرقی نداره تو بیای بالا یا موهی بالا که بابا تو دیدی من تو بازپرسی به مافیا میذاری منم حرف بزنم میذاری منم حرف بزنم فکت شهروندی موهی چیه؟ آقا من فکت شهروندی میذاری بیارم با وصیت 6 به 2 رأی خروج نداده. یه چیزی هست، دو نفر یه شیشه رفته بیرون، دو نفر تصمیم گرفتن به 4 رأی بدن. دو تا مافیا که نمیان هم موهی رأی بده هم 8 رأی بده به شماره 4. این دو نفر نمیان با دو تو دفاع. آقا دو تو کرسی بود. تو فقط داری میگی رأی بازپرسی. من فکت مافیا داره رأی بازپرسی چیه؟ من دارم به تو میگم تو شهروندی. میوت کردم. از مایی که 3 خانم هوریا شهروند تو کیه؟ مایی که هفت محسن خان شهروند تو کیه؟ 3 هوریا خانم. مایی که شما 10 شهروند شما 3 هوریا خانم. شما دو دوست تصویر تو ببندین، 15 ثانیه نقش خودت رو اعلام کن و شهروندت رو انتخاب. ببین من دکتر بودم، خب اون شبی که شات ننشسته من مافیا سیو داده بودم، پس رو این تن شات شده. هانیبال که رأی داده به شهروند شات نمیشه. 7 و 8 رأی نداده بودم، پس یه رو این تنی بوده شات شده. وصیت بهراد هانتری میتونسته باشه تو بازی، پس هانته پس رو این تن نبوده. من باید یه رو این تن بین 7 و 8 پیدا کنم تو ذهنم که شات شدن تو این بازی، پس میتونم هفت ماهینو بذارم رو این تن. فقط دارم بر اساس اکت شب میگم. شماره 4م که رفته بیرون گفته هانیبال مشکوک تر بوده تو بازی، هانیبال هم رأی خروج داده. فقط بر این اساس فکت روین تن، چون روین تن دیگه ای تو بازی نتونستم پیدا کنم حقیقتا، همش مافیا تو گیری رفته بیرون. من با محسن دست میدم. با علم من شهر ما میبازه و شهروند بازنده ای بازی میشه، مافیا برنده ای بازی میشه. تبریک به گروه خوب مافیا. و اما اکت ها و نقش های بچه ها را اعلام کنم. 1 کرواتی بازپرس بازی بودن، 2 الیاسی شیاد بازی بودن، 3 ساقی پزشک بازی بودن، 4 سعید شهروند ساده بازی بودن، 5 بهراد روینتن بازی بودن، 6 ابوالفضل هانتر شهر بودن، 7 محسن خان ناتوی بازی بودن، 8 دنیز گادفادر بازی بودن، 9 محمد امیر شهر شهروند ساده بازی بودن، 10 هانیبال کاراگاه بازی بودن. و اما اکت شب
شب یک هانتر شهر بست به مایک شماره 4 سعید شهروند ساده. شیاد زد به مایک شماره 4 شهروند ساده سعید. کاراگاه استعلام مایک شماره 9 محمد امیر رو گرفت شهروندی. بازپرسی بین مایک شماره 9 و 2 بود که اون روز ما بازپرسی نداشتیم. پزشک ساقی خودش رو سیف داد. و اما اکت شب 2 شات مافیا بهراد روی این تن بازی. شیاد زد به مایک شماره 4 سعید شهروند ساده بازی. کاراگاه استعلام محی گرفت ناتو مافیا. بازپرسی شماره های 2 و 5 بودن که 5 از بازی خارج شدن و بعد 2 دادیم بیرون. پزشک الیاسی شیاد رو سیف داد. شب 3 ناتوی انجام گرفت کرواتی مایک شماره 1 با نقش بازپرس. ناتوی درست بود. و اما شب 4 شات مافیا مایک شماره 4 سعید بازی. شاید میتونست بازی رو در بیاره، احتمال 90%. کاراگاه استعلام خودش رو گرفت کاراگاه. پزشک دوباره خودش رو سیو داد و تو کیاس رو دیدین که شهروند به مافیا دست داد و مافیا برنده بازی شد. تبریک بکنم هر دو گروه، بازی بسیار قشنگ و جذابی بود. امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه و برای همتون آرزو موفقیت میکنم. از طرف مدیریت گروه مافیا فنس آرزو موفقیت برای همتون دارم و از داوران عزیز و دوست داشتنی دوست دارم که صحبت‌های شیرین اونها رو بشنوید. حسین جان بفرمایید. باجنابی خسته نباشید، بچه‌ها خسته نباشید. خیلی بازی بامزه‌ای بود به نظرم. روز یکش 4 تا شهروند تو دفاعیه بودن، 3 تا 3 تا رای شهروندی آوردن. من تو حالا تو 4 تا مثلا شهروندی که 4 تا رای خروج به شهروند بده نداشتم. من برای اولین بار دو مورد داریم که 4 تا رای شهروندی داده یه شهروند به شهروند. خیلی مافیا جلو بود. با بازپرسی به نظرم تو اون بازپرسی وصیت بهراد نقطه ات واقعا برگشت، پرچم رو داد دست سعید، یه مافیا هم برای یه روز تارگت کرد. به نظرم مسیر شهر رو یه خورده هل داد به سمت بهتر شدم. سعیدم به نظرم خوب پرچم داری کردی، به نظرم هم باید می‌بردیم. یعنی از روز قبل تقریبا میشد چین 7 و 2 8 در آورد. یعنی کارهایی که تلاشایی که محی داشت میکرد برای شکل کردن معلوم بود به نظرم. در مجموع باید به نظرم یاکوزایی میکردین. حالا الان که بردین خیلی چیز جالبی نیست بگم، ولی به نظرم باید یاکوزایی میکردین چون احتمال باختتون زیاد بود بدون یاکوزایی. اگه یاکوزایی میکردین خیلی ساده تر به نظرم میتونستین، چون سعیدم معلوم بود بدون دیتا دیگه، چون داره گادفادرتون رو تارگت میکنه، مطمئنین کاراگاه دقیقا نیسته یه تای خاصی نه. ولی خیلی بازیه به من چسبید، امیدوارم به شما هم چسبیده باشه. جذاب بود. برای خدا. متشکرم حسین جان از صحبت شیرینت و عرفان نوامبر عزیز دوست داشتنی. عرفان جان استفاده میکنی. متشکرم. درود مجدد بچه ها، خسته نباشید. بهتون میگم هر دو سای بازی پرچالش و جذابی بود برای من بیننده. حاج نبی هم خسته نباشید میگم. جا داره یادی هم بکنم از خانم سارا رمضانی، برای نزدیکانشون کسالتی پیش اومد تو جمع اون نیستن متاسفانه، لطفا انرژی خوب بفرستید که زودتر برگردن. بازی جالبه بود. سعید تو شهروندا به نظرم MVP بود، محی هم توی مافیاها. سعید بازیشو خیلی دوست داشتم. به جز یک نکته، سعید اون شاتی که زده بودن تو رو پوش کنن به نظرم بین 7 و 10 بعد یه مافیا در می‌بردی، چون داشت سناریو شبا میگفتن. آره یکی داشتی نمیدونستی کدومه. آقای الیاسی به نظرم خوب بود، پوشش رو کرد. خانم دنیز خوب بودین.
به نظرم توی بازپرسی میتونستین گادفادر طلب الیاسی رأی بده، چون کارش را تیمش کرده بود الیاسی، بعد گادفادر یه پونتی اونجا میخرید. وصیت 6 و 5 هم خیلی من دوست داشتم، وصیت سالمی کردن جفتشون، به بازی کمک کردن و برده شدن. توی کیاس هم به هوری خیلی نمیشه خورده گرفت، هرچند هانیبال هم فکر می آورد ولی یه پوینتی خریده بود اون وسط مهم. و اینکه خسته نباشید میگم، امیدوارم تک تکتون صعود کنید. متشکرم عرفان عزیز، خوب بود یادآوری کردین. از اینجا برای تمام بیماران به خصوص بیمار عزیز سارا رمضانی و دوست داشتن، یکی از داوران عزیزمون، امیدوارم که شفای عاجل پیدا کنن و هر چه زودتر برای بازی فینال فردا در جمع ما باشن که جمع سمیمتر و گرمتر باشه. امید و آرزوی سلامتی برای بیمارشون داریم و از خدا آرزو موفقیت میکنیم براشون. و اما شما شهروندان عزیز، امیدوارم که هر کدومتون لایق باشین و این بازی، این ساعت بازیتون رو انجام دادین، داوران وارد شور میشن که 5 نفر این گروه رو انتخاب کنن برای فینال فردا شب. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و یک بار دیگه از اسپانسری محترم سمار آپولون به خانوادگی محترم یوسف زاده تشکر دارم. تا بازی فردا شب که بازی فیناله، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب و روز به همگی خوش و خرم باشه.